دوستان عزیز، با درود به همه شما، کاظم نیک‌خواه هستم از استودیو لندن به همراه همکارانم سیروان قادری و سیامک در اتاق فرمان. برنامه امشب رو خدمتتون تقدیم میکنیم. همطور که میدونین موضوع برنامه هست چگونه از شر جمهوری اسلامی خلاص شویم، مسئله که بارها و بارها در موردش صحبت کردیم و امیدوارم که امشب هم شما بیاین و در مورد این مسئله صحبت کنیم. چگونه از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم؟ اولین نکته اینه که جمهوری اسلامی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی یعنی سرکوب، یعنی زندانی سیاسی، یعنی صدها هزار اعدام، یعنی قصاص، یعنی حجاب اجباری، یعنی تبعیض علیه نصف مردم زنان، یعنی تبعیض و توهین به مردم ملیت‌های مختلف و فقر و بیکاری میلیونی و همه اون جهنمی که هر روز داریم تجربه میکنیم. و میدونم و بارها شنیدم که و همه ما میدونیم که اکثریت عظیم مردم میخوان و آرزو میکنن و روز شماری میکنن که از شر این حکومت خلاص بشن. مسئله اینه که وقتی میگیم از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، باید بگیم از شر همه اینا میخوایم خلاص بشیم. کسی که میخواد از شر جمهوری اسلامی خلاص بشه، میخواد از بیکاری، از فقر، از گرانی فزاینده، از تبعیض، از تحقیر، از یکتازی اوباش جمهوری اسلامی، از بی‌حساب کتابی که تو جامعه وجود داره، از همگسیختگی اقتصادی و خلاصه همه این وضعیت میخواد خلاص بشه. الان میلیون ها نفر تو جامعه هستن که عزیزانشون رو از دست دادن به خاطر اینکه این حکومت اومده سر کار تحت عناوین مختلف. 8 سال جنگ با عراق، اعدام های صدها هزار نفره، قصاص، سنگسار و چیزهای مختلف. و این عزیزان مردم، مردمی که داغدار شدن، جگرگوشه هاشون از دست دادن، به روشنی و به حق و به درست میخوان که از این اوضاع خلاص بشن، از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن. و ما باید خودمون رو آماده کنیم، باید تلاش کنیم و باید بدونیم که خلاصی از شر جمهوری اسلامی یعنی چی. خلاصی از شر جمهوری اسلامی، ما باید بخوایم که از بیکاری خلاص بشیم، باید بخوایم که از فقر خلاص بشیم، باید بخوایم که از زن و مرد با هم برابر باشن، باید حقوقمون رو بشناسیم و بدونیم. و وقتی میگیم جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، به روشنی باید بگیم که جامعه میخوایم که درش مذهب تو دولت نباشه، تو آموزش پرورش دخالت نکنه، نمیدونم طب رایگان باشه، مردم همه تأمین داشته باشن، مردم همه رفاه داشته باشن، مردم همه هر شهروندی بلا استثناء به عنوان انسان احترام داشته باشه، منزلت داشته باشه، کسی اجازه نداشته باشه به عنوان پاسدار و بسیجی و هر جک و جونور دیگه به کسی توهین کنه و تبعیض قائل بشه. و همه اینها خلاصی از شر جمهوری اسلامی یعنی پایان دادن به گرانی، یعنی پایان دادن به فقر، یعنی پایان دادن به بیکاری و بی‌تأمینی، یعنی اینکه بچه ها خنده بیاد رو لبشون، خانواده ها شاد باشن، تأمین داشته باشن، مطمئن باشن که از نظر غذا، از نظر مسکن، از نظر رفاه زندگیشون تأمینه. و اینا رو ما باید بدونیم چیکار باید بکنیم که تک تک اینا بیاد سر جای تو جامعه بعدی تضمین شده باشه. الو، کانال جدید بفرمایید. بله، قطع شد. خلاصی از شر جمهوری اسلامی یعنی که زن و مرد باید برابر باشن
و زن به عنوان انسان باید به رسمیت شناخته بشه. بدیهیه. قوانین قرون وسطایی و عهد عتیقی و دوره توحش رو باید دور بریزیم و این جامعه باید اعلام کنه که زن و مرد بلا استثناء بدون هیچ قید و شرطی برابرن، از حقوق برابر، از امکانات برابر، از فرصت‌های برابر اجتماعی و سیاسی برخوردارن. یعنی قانون جامعه باید این باشه که زن و مرد با هم برابرن. قانون جامعه باید این باشه که مذهب عقیده خصوصیه، نباید تو دولت دخالت کنه، نباید مردم مجبور کنن این مذهب رو داشته باشن اون مذهب رو نداشته باشن، یا این عقیده رو داشته باشن اون عقیده رو نداشته باشن. این یعنی چی؟ یعنی آزادی بیان، آزادی بی قید و شرط عقیده، آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی بی قید و شرط انتقاد از هر چیزی. تو اون جامعه خلاصی از شر جمهوری اسلامی یعنی اینکه ما زندانی سیاسی نباید داشته باشیم. من اینا رو میگم تا برسیم به اینکه چگونه میتونیم از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. من میدونم که و بدیهیه که شمایی که تحت حکومت جمهوری اسلامی دارین زندگی میکنین و این فشارها رو تحمل میکنین، میگین خب این حکومت سرنگون بشه حالا بعدش هرچی میخواد بشه، ولی این اشتباس. درود به شما، بفرمایید کانال جدید. الو بفرمایید. الو من یه نکته در آوردم آقای کاظم میخوام. بله بفرمایید. من میگم هممون با هم باشیم بتونیم راحت شیم. بله بله. منظورتون چیه؟ همه کیا؟ گوش میکنید؟ بله بله. باید همه با هم. برو برگرد همه مردم ایران هست. این حکومت باید گورش گم بکن، جمهوری اسلامی باید بره. مردم تو کردستان همینو میگن، مردم تو آذربایجان همینو میگن، مردم تو تهران همینو میگن، مردم تو خراسان و قزوین و سنندج و نمیدونم اهواز همین رو میگن. گفتم ما مردم که مردمی که به جون اومدن از گرانی، از تحقیر، از توهین، از تبعیض، تو همه جا میگن که جمهوری اسلامی باید بره. و خیلی خیلی وقتا مردم میگن اینا برن، بالاخره هر کی میخواد بیاد مهم نیست. من میخوام بگم مهمه. ما امروز این که ما مردم امروز چی بگیم آینده رو تعیین میکنه. این که ما امروز بگیم جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی چی آینده رو تعیین میکنه. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی همه بلایایی که این حکومت سر مردم آورده باید کنار بره و همه بلایایی که از قبل از دوره پهلوی، دیکتاتوری پهلوی به جا مونده بود باید از بین بره. زندانی سیاسی زمان شاه بود، الان هم هست، بیشتر کمتر فرق نمیکنه. چون موقعی که قانون سرکوب و به اصطلاح زندانی کردن به دلیل عقیده وجود داشته باشه، یه حکومتی توی دوره ممکنه کمتر زندانی کنه، یکم بیشتر. ولی مسئله اینه که ما باید این قانون رو بذاریم کنار، باید اعلام کنیم که هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نباید به خاطر اینکه عقیده متفاوتی از حکومت داره دستگیر بشه یا تحت فشار قرار بگیره یا مورد تهدید قرار بگیره. تشکر میکنم. ممنون. و یا زندانی بشه. به این حکومت و حکومت شاه عده زیادی رو زندانی کردن به عنوان زندانی سیاسی. حتی بعضا به عنوان زندانی سیاسی اعدام نکردن. مردم بلوچ رو، جوانای بلوچ تو بلوچستان اعدام میکنن به عنوان قاچاقچی، ولی منظورشون سیاسیه.
به خاطر تبعیضی که رو مردم بلوچستان یا اهواز یا آذربایجان وجود داره به بهانه‌های مختلف به راحتی چوبای اعدام برپا میکنه و اینا سیاسی هن. و ما مردم باید موقعی که میگیم جمهوری اسلامی باید بره بگیم یعنی آزادی عقیده باید وجود داشته باشه، یعنی زندانی سیاسی دیگه نباید داشته باشه، در زندانهای سیاسی باید بسته بشه، اوین رو باید به موزه تبدیل کنیم، به موزه دوران توحش، دوران دیکتاتوری پهلوی و دوران دیکتاتوری اسلامی. به این کار خواهیم کرد، مطمئن باشین. انقلاب آینده ایران امروز دیگه بعد از 35 سال، این تجربه رو ما مردم آموختیم، حزبی داریم که میگه تو رأس خواستا و قوانین جامعه باید آزادی بی قید و شرط سیاسی باشه. الو، درود به شما، بفرمایید. کانال جدید شما آقای کاظم میخواستید؟ بله بفرمایید. ولی فکر نکنم این که صحبت میکنه، صدا با تأخیر پخش میشه. دوست عزیز شما صحبت کنید، مطمئن پخش میشه. میگم شما خودتون ایرانی از خجالت نیست؟ ما ایرانی هستیم و افتخار میکنیم که با جمهوری اسلامی تداعی نشیم، با توحش جمهوری اسلامی تداعی نشیم. و شما خانم که اومدین از جمهوری اسلامیتون حمایت میکنین، متاسفم براتون، متاسفم که چشمتون نمیبینه که زن تو اون جامعه چقدر تحقیر شده است و بی حقوقه، و متاسفم که نمیبینین اکثریت مردم چقدر بیحقوقن. و مردم دنیا وقتی ما رو میبینن متوجه میشن که جمهوری جامعه ایران جامعه متمدنی هست و با توحش جمهوری اسلامی اساسا متفاوته. درود به شما، بفرمایید. کانال جدید. الا بفرم. بله بفرم، بفرمایید. من داشتم میگفتم، میگم اگه هممون با هم باشیم دستمون هم باشه اینا نمیتونن کاری کنن. دقیقا. صحبت داری؟ بله بله. اسمون جوری که چیز شد دیگه، انتخابات شد، دست همه تو دست هم بود، نه تو مثلا این مسائل کنن. حتی اگه اونا بیشتر میموندن تو خیابان حتی ما پیروز میشدیم. دقیقا، منظورتون سال 80 بود؟ فودر ریزی مثلا این کم آورده بود. بله دقیقا. نمی‌کشید اصلا. اگه ما 1000 بیشتر می‌موندیم اصلا ما پیروز می‌شدیم. شما فکر می‌کنید چرا سال 88 ما پیروز نشدیم؟ دلیلش چی بود به نظر شما؟ من میگم باید نگاه کنم، من میگم نباید اصلا بپاشیم، باید برمان باشیم، باید همه که با هم باشیم. دقیقاً. ولی ببینید همون موقع یه موسوی و کروبی و خودشون رو به اصطلاح مقابل خامنه‌ای بودن و تفرقه انداختن تو مردم به این شکلی که وقتی که دیدن مردم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، اونا خودشون رو کشتن کنار، یه دید مردم خودشون رو کشتن کنار، در نتیجه یه بخش زیادی از مردمی که میخواستن ادامه بدن متوجه شدن که جمهوری اسلامی تونست عقبشون برونه. منظورم اینه که مردم سال 88 ایرادش این بود که رهبری دقیقاً به شما درست میگین. دقیقاً دوست از میتونم بپرسم؟ بله بله. سال 88 میگن اگر مونده بودیم جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، واقعا دقیقاً اینطوری. الو درود به شما، بفرمایید. الو بفرمایید، صدای تلویزیونتون کم کنین لطفا و صحبت کنین. بله شما صداتون داره پخش میشه، صحبت کنید. الو بله بفرمایید. دوست عزیز منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشین، صحبت کنین، صداتون پخش میشه با 30 ثانیه تاخیر. میخواستم بگم که بابا اینا که زنگ میزنن به صداتون قطع شد متاسفانه. بله سال 88 خود جمهوری اسلامی گفت اگر 5-6 نقطه تهران که تظاهرات های میلیونی بود به هم پیوسته بودن چون حکومت سقوط کرده بود. ولی میدونی چرا اینجوری نشد؟ برای اینکه حزبی مثل حزب کمونیست کارگری اونجا تو صحنه نتونست باشه و
کسانی مثل کروبی و موسوی که میگفتن بازگشت به دوره خمینی، به دوره امام، که دیدن مردم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خمینی، خودشونو کنار کشتن، تفرقه انداختن تو صف مردم، انقلاب ادامه پیدا نکرد. درود به شما. الو بفرمایید. سلام به شما. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. تشکر میکنم. بفرمایید. چه خبر؟ شما نظرتون در مورد این چیه؟ چطور فکر میکنید چطوری میشه از شهر جمهوری اسلامی خلاص شد؟ صداتون قطع شد متاسفم. بله. موقعی که میان اینجا دوستان عزیز مثلا احوال پرسی و اینا رو بذارین کنار، لطف دارین البته، ولی برین سراغ اصل موضوع که با هم دیگه بتونیم بحثی رو پیش ببریم. من داشتم صحبت میکردم که اولا سال 88 که اینطوری بود، یکی از چیزایی که سال 88 هنوز کم بود این بود که مردم میلیونی رو خواستاشون تأکید نمیذاشتن هنوز. جنبش مبارزه سراسری نشده بود. یعنی تو تهران بسیار وسیع بود تظاهرات ها و تو خیلی شهرها خبری نبود. ما امروز باید تلاش بکنیم که سراسری همه مردم، همطور که دوست عزیزم گفتن، متحدانه بیان بیرون و با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی. شعار مردم نباید الله اکبر باشه، این شعار جمهوری اسلامی. شعار مردم نباید معلومه این جناح اون جناح جمهوری اسلامی شه. جناح‌های جمهوری اسلامی تا حالا نشون دادن که میخوان حفظ این حکومت رو حفظ کنن. خاتمی همینو میگه، موسوی همینو میگه، کروبی همینو میگفت و همشون همینطور. اگر میخوایم از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، باید ببینیم از کل این نظام با قوانینش، با سنت‌هاش، با همه توحشش، با نهادهای سرکوبش، سپاه، بسیج، ارتشش، همه چیزش باید بساطشون جمع بشه و قدرت و اختیار بیفته دست مردم. تو شوراهاشون، شوراهای مردم باید تصمیم بگیرن. این میتونه جامعه باشه که ثروت‌های جامعه رو در اختیار همه مردم قرار بده، بیکاری رو ریشه‌کن کنه، فقر رو ریشه‌کن کنه. این ثروت‌های میلیاردی که تو دست خامنه‌ای و آقازاده‌ها و زنجانی‌ها و نمیدونم شهرام فلان هست، اینا رو یک دهمش رو در اختیار مردم بذاری، همه مردم، اونایی که بیکارن بیمه بیکاری میتونن بگیرن، همه اونایی که مسکن ندارن میتونن مسکن داشته باشن، در زندانهای سیاسی رو باید باز کرد، همه زندانیان سیاسی رو آزاد کرد، حتی زندانهای غیر سیاسی رو، به خاطر اینکه خیلی از کسایی که دستگیر شدن و زندانی شدن به عنوان قاچاقچی، به عنوان معتاد، به عنوان چیز و مقروض بودن و غیره و غیره، اینا با سیستم قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدن. زیر شکنجه خیلیشون مجبور شدن اعتراف کنن به جرم هایی که نکردن. این سیستم قضایی رو باید جمعش کرد. کسی که جرمی میکنه باید به حسابش رسیدگی بشه، ولی باید وکیل داشته باشه، باید بتونه حرف بزنه، باید بتونه از حقوقش دفاع کنه و همه اینا. و گذشته از اینکه جمهوری اسلامی خودش زندانی میآفرینه، جرم میآفرینه، جنایتکار هست، قاچاقچی هست، اعتیاد به وجود میاره، در این حال با خود بیکاری، فقر، بیحقوقی، تبعیض، بی احترامی که مردم بهشون میشه، باعث میشه که خیلیا به جرم و جنایت رونده بشن. بچه‌ای که میاد بیرون و تو میبینه که سر چهارراه یکی رو دار زدن، خشونت رو میبینه، بی احترامی رو میبینه، احترام نداره از بچگی، بزرگترم شد ممکنه بهش ممکنه به صف مجرمین بپیونده. بنابراین خود جمهوری اسلامی مسبب جرم ایجاد کردن، تولید جرمه. درود به شما. بفرمایید. کانال جدید. سلام آقای نیکوار عزیز، خوب هستید؟ تشکر میکنم. درود به شما. بفرمایید. آقای نیکوار، میخواستم در مورد موضوع برنامه‌تون نظرمو بگم، اگه اجازه بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ما آقای نیکوار خیلی راحت میتونیم از شر این رژیم کثیف با خونهای شیپیش زده خلاص بشیم، به شرط اینکه دست به دست هم بدیم، متحد بشیم. و ما الان تکیه‌گاه و سنگری داریم به نام حزب کمونیست کارگری ایران که همه رقم آگاه سازی میکنه، فراخوان میده، زحمت میکشه، بزرگوارانی چون
مینا احدی، مریم نمازی، خود شما، تک تک اعضای کانال تشکر میکنم که واقعا سنگ تموم گذاشتیم برای ملت ایران. تو سال 88 آقای نیکا، ما هممون یادمون میاد دیدیم، یه تجربه بزرگ بود برای ما. این رژیم کثیف اومد یه دونه فیلمی پخش کرد که آره، بعضی از معترضان در روز عاشورا دارن میرختن و بسیاری از مردم متاسفانه همرزمانشون رو کنار گذاشتن. این چطور مبارزیه تو روز عاشورا، تو نمیدونم چیه فلان، امام فلان، سگی که مرده، اومدین رقص پایکوبی تنها گذاشتن و این باعث شد که رژیم با این ترفند کثیفش موفق بشه. قبول دارین آقای اینکار؟ بله، ادامه بدین، ادامه بدین صحبت میکنم. ما باید از اون واقع تجربه بگیریم، تجربه کسب کنیم و یکم پرواز کنیم آقای اینکار. بله. از این سقوطی که کردیم واقعا من متاسفم برای اونایی که همرزمانشون ها تنها گذاشتن، کسایی که آزادی خواه بودن، اومدن با یه ترفند این آشغالا تنها گذاشتن این آزادی خواهان رو، این عزیزان رو، این بله. که فلان سگ فلان زمان مرده، بابا اعتقادت واسه خودت نگهدار. این حالا پایکوبی هم کرده، رقص هم کرده، هرچی کرده، اعتراضشو که به این رژیم کثیف نشون داده، برای چی تنهاش گذاشتی؟ بی انصاف. بله. ما باید آقای میتوا این تجربه رو از اون واقع تجربه به دست بیاریم و دیگه همچین موردی پیش نیاد از اونایی که اعتقاد دارن. اگه یه روز دیگه تکرار کردیم اینا، باید به یاد داشته باشیم که دیگه از این اشتباهات نکنیم. بله، توضیح میدم. تشکر میکنم از نکاتی که گفتین. موفق باشین آقای میتوا. تشکر میکنم. بله، ببینید، مسئله این نبود که مردم به همینجوری به دلیل اینکه مثلا روز عاشورا کسی رقصیده تنهاشون گذاشتن و اینا. مردم میدونن که حتی اونایی که مسلمونن خیلیشون میدونن که این مراسم ها در خدمت جمهوری اسلامیه و خیلی جوان ها میرن میرقصن، زن دختر و پسر با هم، و تو این سال ها حسین پارتی برگزار کردن و غیره و غیره. این واقعیتیه. ولی اساس مسئله 88 این بود که مردم رهبری خودشون رو وسط میدون نداشتن. متاسفانه حزب کمونیست کارگری هنوز به اونجا نرسیده بود که بتونه به مردم رو به حرکت در بیاره، میلیونی و بسیج کنه. و بخشهای از مردم توهم داشتن نسبت به یه جناح جمهوری اسلامی، همونطور که تو دوره خاتمی داشتن. و این مهمترین ایراد سال 88. وقتی به 6 دی رسیدیم، یعنی روز عاشورا، در واقع انقلاب داشت این مرحله رو پشت سر میگذاشت. اونجایی که مردم فریاد زدن تو تهران مرگ بر جمهوری اسلامی و عکس خمینی رو آتیش زدن، مرحله ای بود که دیگه داشتن موسوی و کروبی رو کنار میزدن. درود به شما، بفرمایید. کاظم نیکا هستم، نظر شما چیه؟ سلام علیکم. درود به شما، سلام به شما. خوب هستید؟ تشکر میکنم، بفرمایید. یه سالی بپرسم ازتون. بله، بفرمایید. الان این تلویزیون ما دروغ نگم صدای شما الان چیز نمیگیره. ببینید، صداتون با یک کمی تاخیر پخش میشه، شما نگران نباشین، مطمئن باشین صداتون پخش میشه با 30 ثانیه تاخیر. نگران نباشین، صحبتتون بکن. همین قدم که صحبت کردین پخش شد. الان بهتون زنگ میزنم. دوستان عزیز، صدا با حدودا 30-40 ثانیه تاخیر پخش میشه، بگیرین حد اکثر یک دقیقه. موقعی که میان روی خط منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشین، صداتون پخش میشه. وقتی ما میگیم صداتون پخش میشه، حتما پخش میشه، دروغ بهتون نمیگیم. نگران نباشین و صحبتتون رو بکنین. الان همین چهار کلمه که صحبت کردین خودتون میشنوین یه مقدارشو. بله، اما مسئله داشتم اینو میگفتم، اتفاقا میخواستم برای اینکه سال 88 تکرار نشه بگم که ما مردم باید بدونیم که که وقتی میگیم جمهوری اسلامی یعنی چی. جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم یعنی زندانی سیاسی. جمهوری اسلامی یعنی تحقیر و توهین به زنان. جمهوری اسلامی یعنی صدها هزار معتاد، یعنی صدها هزار
زن تنفروشی که مجبور میشن به خاطر گذران زندگیشون دست به تنفروشی بزن. واقعا تکون دهنده بود. من پیامی از خانمی شنیدم و فکر کنم شاید تو برنامه زندم پخش شد که گفتن من مطلقه هستم، بیوه هستم و هیچ کاری گیر نیوردم، هیچ تأمینی ندارم، هیچ بیمه بیکاری ندارم و برای اینکه زندگیمو تأمین کنم مجبور میشم برم صیغه بشم به این اون. یه پیام دیگه داشتیم که گفته بود بچه‌م مجبور تنفروشی کنه. اگر جرم هست، اگر جنایت هست، اینه علتش، اینجاست. وقتی شما یه حکومتی اومده که داره نون شب مردم رو میدزده، داره بچه ها رو نون شبشون رو میدزده، بچه ها رو از مدرسه مجبور میشن مردم بکشن بیرون، بفرستن تبدیلشون کنن به کودک کار و مورد هزار تا تعرض قرار بگیرن، اون جامعه دیگه نمیتونه جامعه سالمی باشه. جمهوری اسلامی یعنی تنفروشی، یعنی اعتیاد، یعنی زندانی سیاسی. و ما مردم وقتی میگیم چطور میشه از شر جمهوری اسلامی خلاص شد، بلافاصله باید اینطوری معنیش کنیم. چطور میشه از تبعیض خلاص شد؟ چطور میشه از تبعیض علیه مردم بلوچ و کرد و عرب و ترک و اینا خلاص شد؟ چطور میشه به آزادی بیان رسید؟ چطور میشه احزاب آزاد باشن، زندانی سیاسی نداشته باشیم؟ چطور میشه بیکاری نداشته باشیم؟ کسی که بیکاره باز زندگیش نابود نشه، به معنی گرسنگی و بدبختی و مشقت نباشه. چطور میشه کاری بکنیم اون کسی که کار میکنه مجبور نباشه صبح تا از کله سحر تا دو شیفته تا شب کار کنه و باز دوباره روز بعد و بعد به نون شبش بازم محتاج باشه؟ دستمزد و حقوقهای معلم ها، پرستار ها، کارگر ها زیر خط فرق نباشه. وقتی اینا رو جواب بدین، یعنی جامعه که درش آزادی بیان شرط بدون قید و شرط قانونه، یعنی اینکه زندانی سیاسی نداریم، هیچ کس به جرم عقیدش، به جرم تفکرش، به جرم مذهبش، به جرم داشتن مذهب یا نداشتن مذهب زندان نمیره، به جرم انتقاد کردن کسی زندان نمیره، یعنی حزب آزاده، هر کسی هر حزبی میخواد درست کنه، مخالف موافق با این عقیده، نمیدونم سلطنت طلب باشه، کمونیست باشه، غیر کمونیست باشه، لیبرال باشه، هر حزبی میخواد درست کنه، تشکیلات داشته، آدم‌ها بتونن دور هم جمع بشن. انسان جزء غرایزشه دور هم جمع شدن. انسان جزء غرایزشه که عقایدی داشته باشه و هم عقیده های خودش دور خودش جمع بکنه. و دولتی که میاد عقیده رو سرکوب میکنه، یعنی کل انسانیت رو زیر پایمال میکنه. درود به شما، بفرمایین. الو، درود به شما، بفرمایین. تشکر میکنم. ممنونم. میگم جناب شما که نوشتید چگونه از شهر جمهوری با هم باید چکار کنیم؟ بله، شما خودتون از جمهوری اسلامی ناراضین؟ بله، یک کمی شما صحبت کنید، من توضیح دادم، بازم توضیح میدم. میخوام بگم که شما چرا از جمهوری اسلامی ناراضین، چرا از آخوندها ناراضین، از چی، چرا اذیت میشین؟ یک کمی بله. جناب جنس گرونه، بنزین گرونه، چرا مملکت گرونه، همش با آخوند باید چکار کنیم؟ بله بله، را بری آخوند شیخ خانه جلوز گرفته باید چکار کنیم؟ اصلا میشه میره آیا آدم بیا بسانه خارج؟ میتونید فرار کنیدین؟ همه که نمیتونن برن خارج، بالاخره 75 میلیون تو اون جامعه هستن، نمیتونن برن خارج. مسئله اینه که ما این میلیون ها نفر میتونیم از شر آخوند و جمهوری اسلامی خلاص بشیم. الان توضیح میدم بیشتر. بر باید خود شما که میان اینجا زنگ میزنین، این اولین قدمشه. پای این تلویزیون بشینین، صدای این تلویزیون رو که خواستای مردم رو بیان میکنه به گوش دوستاتون، دوربریا برسونین، خودتون رو یه رهبر ببینین که میخواد از متحد میکنین دوستاتونو، آدما رو، همکارانتونو و اساسش هم اینه که بیان تو این حزبی که میخواد از جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، بیان عضو این حزب بشین. جناب الان یه آقای روحانی اومدن تو ایران گفتن که چی گفتن ما میخوایم با آمریکا صلح کنیم، جنس گرونه، اصلا نمیشه از آدم پیاده میخواد بره تو قمخش نزدیک آدم، اصلا باید 1000 تا 2000 کرایه بگیره. بله دقیقا، درست میگین، درست میگین.
به هر حال برای ادامه بده. میگم واقعی امنگاه بلو میشه از این حوضی ایشونه. آره داره. شما خودتون از کجا شما از کجا زنگ میزنید دوست عزیز؟ من از استان فارس، طرف شیراز. بله بله، سلام برسونید به همه دوستان در شیراز. حتما در خواهش میکنم، حتما صحبت میکنم در مورد سوالی که شما مطرح کردید. یه لحظه میگم بله بله، میگم آیا ایران با آمریکا صلح میکنه؟ ما میتونیم پیروز کنیم یا نه؟ اصلا میتونیم موفق بشیم؟ من الان توضیح میدم، توضیح میدم برات. بله الان خودم توضیح میدم. بله من قطع میکنم، توضیح میدم. تشکر میکنم ازتون. میگن جمهوری اسلامی با آمریکا صلح میکنه، این الان من توضیح میدم سر این بحران اتمی و به هر حال تحریم ها و اینها که مسئله خیلی ها هست. درود به شما، بفرمایید کانال جدید. سلام، خوش آمدید، خیلی ممنون، کانال شما خوبه. درود به شما، بفرمایید، ممنونم. نظر شما چیه؟ زنده باشه. آقای نیکو، من می‌خواستم عرض کنم خدمت این، شما فرمودید که مثلا موضوع برنامه‌تون در رابطه با چگونه از شهر جمهوری اسلامی خلاص شویم. اگر بخوام خلاص بشیم، اولا باید عادت‌هامون رو عوض بکنیم. اگر عادت کردیم مثلا علیکی بگیم مثلا جاوید فلان، قربان فلان، یا بیاییم تو خیابونا، مثلا همه الان ماه روزه است دیگه، آخرین جمعه روزه باید برن بگن مرگ بر اسرائیل، چرا؟ چون فلسطین رو اشغال کرده. خب ما باید اول این عادت هامون رو باید ترک کنیم، یعنی چیزایی که باعث ماندگاری رژیم میشه اینا رو بذاریم کنار، چیزایی که باعث سرنگونی رژیم بشه اینا رو باید سرلوحه اعمالمون قرار بدیم. مثلا چی؟ مثلا بیایم اعتراض بکنیم، دیوار نویسی کنیم، عزیزانی رو دور خودمون جمع بکنیم که با فکر ما چی به حساب همخوانی دارن یا فکر سرنگونی دارن. ما باید مردم رو برای تجمع در مقابل مثلا استانداری ها، ادارات یا شرکت ها یا وزارت خونه ها یا در تهران در مقابل مثلا مجلس اینا رو این کارا رو انجام بدیم. در صورتی که اگر به حساب ماشین سرکوب رژیم مثل سپاه، بسیج، اطلاعاتی ها مثل 88 اومدن اسلحه برداشتن به سمت ما تیراندازی کردن، یه نفر، دو نفر، سه نفر، نه صد نفر از ما کشته شد، زخمی شد، ناپدید شد، بردن مثلا اسیرش کردن، شکنجهش کردن، اعدامش کردن، این باید برای ما چراغ راه بشه. سری بعد اگر اومدیم بیرون باید یا با سلاح بیایم بیرون یا باید خودمون رو آماده کرده باشیم که در مقابل ماشین سرکوب رژیم بتونیم مقاومت بکنیم. اگر ما این چیزا رو سرلوحه خودمون قرار ندیم، متاسفانه همیشه فقط در حرف باقی میمونه، هیچ وقت موفق این نمیشه این ملت که این رژیم رو سرنگون کنه. چرا؟ به دلیل اینکه رژیم داره هماهنگ میره جلو، تمام ماشین سرکوبشو با قدرتشو، با ثروتشو، با سیاستشو با هم هماهنگ کرده که بتونه یک ملت 75 میلیونی رو سرکوب کنه و قانون گریز هم هست، هم از قانون اساسی که خودش بهش اعتقاد داره و هم از منشور جهانی بین الملل هم قانون گریز، هیچ کدومشون قبول نداره. مثلا همین قوانینی که شما توجه می‌فرمایید، همین که حزب کمونیست کارگری داره میگه مثلا آزادی بغیر شرط سیاسی، مثلا تبعیض جنسیتی نباشه، کودک کار نباشه، زندانی سیاسی نباشه، این قانون‌گریز این قانونا رو قبول نمی‌کنه. ما باید اینا قوانین رو سرلوحه خودمون قرار بدیم و باید بریم تو خیابونا اینا رو عملا از رژیم بخوایم. اگر نتونست ادا کنه، خب چیکار باید بکنه؟ یا باید بره کنار یا باید ماشین سرکوب شه بیاره جلو مردم رو بکشه. خب ما سینامون رو سفر کردیم و بهتر از این ذلته که الان بچه‌هامون دارن معتاد میشن، سن نمیدونم. امروز کمیسیون امنیت ملی خودش برداشته گفته که سن تنفروشی به 12 سال کشیده. خب دیگه تنفروشی به 12، خب زشته. یه ملت 75 میلیونی با یه تاریخ چند هزار ساله زشته. باید بریم تو خیابونا. این روش سرنگونیه. اگه بخوام از جمهوری اسلامی خلاص بشیم، باید تمام قوانین ضد انسانیشو باش مبارزه کنیم و تمام قوانین انسانی بشه سرلوحه ما. تشکر. شعارهایی که حزب کمونیست داره سر میده، ما با این شعارها بریم تو خیابونا. هر جا ماشین سرکوب به ما
حمله کرد، تیراندازی کرد، ما رو کش، زخمی کرد، در مقابلش باید ایستاد، باید اسلحه رو از دشمن گرفت، باید به سمت بسیجی حمله کرد، به سمت سپاهی حمله کرد، به قرارگاه‌های نیروی انتظامی و سپاه حمله کرد، اسلحه رو ازشون گرفت، چون اسلحه در جای نادرست قرار گرفته، اسلحه باید دست مردم باشه که آزادی خواهم، نه در دست یه ماشین سرکوبی مثل بسیج، سپاه، اطلاعات و لباس شخصی ها و آخوندا. این درست نیست. خیلی ممنون، خدا حافظ. تشکر میکنم از نکات بسیار خوبی که گفتین. ولی میگن یه سری عادت ها رو باید گذاشت کنار. حالا عادت که خب نیست برای خیلی ها، ولی باید اجازه نداد که جمهوری اسلامی این شعارهاش و سنتاش و عرفش رو به مردم تحمیل کنه و تو اینا نباید شرکت کرد، از جمله همین روز قدسش و نمیدونم چیزای دیگش. و در مقابل همطور که دوست عزیزمون به درستی گفتن، باید سنت هایی که خود جهت سرنگونی داره رو بیاریم جون، و در واقع حقوق خودمون رو باید ازش دفاع کنیم. ما آدمیم و باید از حقوق خودمون دفاع کنیم. کارگر بیکار باید بگه یا کار به من بدین یا بیمه بیکاری. میلیون ها نفر بیکار هستن، میشه این کارو کرد. و شمایی که من ما پیام های زیادی دریافت میکنیم که خیلی شما، من تو برنامه های پیام ها که روزهای پنجشنبه ساعت 8 شب پخش میشه پخش میکنم، که خیلی ها میان میگن که ما بیکاریم، زندگیمون تامین نمیگذره، نون شب نداریم و هیچ تامینی هم نداریم. خب این آدم مثل، یعنی همین قدمی که برداشتین اومدین پیام میذارین و میخواین صداتون از کانال جدید پخش بشه، اولین قدم و قدم بسیار مهمیه. بقیه ادامهش چیه؟ این که کسانی مثل خودتون رو دور هم جمع کنین، به تدریج میتونین تا دو ماه دیگه یه حرکتی 500 نفری راه بندازین و مطمئن باشین 10,000 نفر دیگه هم تو شهر اهواز، تهران یا شیراز یا اصفهان یا جای دیگه بهتون میپیوندن با شعار یا کار به ما بدین یا بیمه بیکاری. یه دولت اومده سر کار، موظف هست بنا به ابتدایی ترین قوانین بین المللی، قوانین استانداردهای سیاسی ساده، موظف زندگی مردم رو، تک تکشون رو تامین کنه. اینکه تو بیکاری دیگه نون نباید بخوری فقط قانون توحشه، اینکه تو بیمار هستی باید بمیری قانون توحشه. آدم ها حق دارن درمان، حق درمان دارن، باید درمان رایگان باشه. کسی که بیکاره باید بیمه بیکاری دریافت کنه به اندازه که زندگیش توی استاندارد انسانی بگذره، بتونه خونه داشته باشه، بتونه میوه بخوره، بتونه غذای کافی داشته باشه، پوشاک داشته باشه، بچهش مدرسه بفرسته، مجبور نشه تن فروشی کنه، مجبور نشه به اینو اون رو بزنه، مجبور نشه. الان اخبار و گزارش میبینیم که یه 4 تا نسل با هم توی خونه زندگی میکنن و یه ناناور داره. درود به شما، بفرمایید کانال جدید. الو سلام علیکم. سلام به شما دوست. بفرمایید. من میگم این جمهوری به اسم اسلامی الان 35 سال هست. اگه مردم اینجوری که مردم ایران دارن رفتار میکنن فکر کنم 100 سال دیگه هم باشه. بله، چرا اینطور فکر میکنین؟ فکر میکنین چیکار باید کرد؟ ببینید اولا باید که باید مردم ایران همه باید همه مردم هم همدست باشن. گرفت که فیلم نداره. ما مردم ایران همه بدبختیم. ببینید شما خودتون موقعیت اجتماعیتون چیه؟ بیکارین، شاغلین، معلمین، پرستارین، چی؟ نه آقا من شاغلم، درآمدم نسبتا خوبه، ولی با این درآمدم حتی جوابی خرج نصف ما هم نیستم. پس درآمد جمهوری که میاد میخواستم بگم پس درآمدتون خوب نیست دیگه. نسبت من آره. الو بله، ادامه بدین. صداتون از تلویزیون گوش ندین، ادامه بدین. صداتون قطع شد متاسفانه. بله، میگن به هر حال ما مردم ترسو هستیم. ببینید مسئله ترسویی نیست، مسئله اینه که بالاخره باید راه متحد شدن رو پیدا کرد. ببین الان تو اون جامعه ایران، تو دنیا شاید پرمبارزه ترین جامعه باشه،
ممکنه شما نبینین، یعنی وسط جنگل درختا رو نبینین. جامعه هست که جوونش داره اعتراض میکنه، کارگرش داره اعتصاب میکنه هر روز. هر ما چندین اعتصاب کارگری تو این روزا شاهد بودیم، بافق کارگران باف، کارگران پتروشیمی، بازنشستگان. بفرمایید. الو. الو سلام، خوبید؟ تشکر میکنم، بفرمایید. ببخشید، میخواستم ببینم چگونه از جمهوری اسلامی خلاص شویم. میخواستم من از شما سوال کنم. خب خدا شاهده من پدری دارم. خب بله، سه ساله شما فکر کنید سه سال بیکاری یعنی تو ایران، و خدا بعضی وقتا پشیمون میشم که یه ایرانی هم. بله فقط میخواستم دروده کنم این به خدا شش تا خواهر دارم به خاطر بیکاری پدرم از مدرسه بیرون اومدم با خودشون دارم زندگی میکنن. فقط خواستم در دار ایران بگم که ایران هیچی. خیلی ممنون. تشکر میکنم، خوب کردین اومدین صحبت کردین. یکم بیشتر از زندگیتون صحبت کنین، خودتون فکر میکنین چیکار باید کرد؟ به خدا نمیدونم چی بگم، فقط ایران هیچی نیست. به خدا ایران در برابر شما هیچی نیست. فقط همین میخوام بهتون بگم. چی بگم؟ باور میکنید ما مستجری بعد چجوری همون هم نداریم؟ خدا شاده همون هم نداریم. شما خودتون مدرسه‌تون رو ترک کردین؟ بله؟ بله، مدرسه رو ترک کردم به خاطر خواهرم. داداش هم ندارم. بله، شما خودتون کار میکنین الان؟ خودم میرم کار میکنم. بله به هر حال خوب کردین اومدین زنگ زدین. همین که اومدین دارین اعتراض میکنین نشون میده که شما جز به هر حال مردمی مثل شما زیادند، و این قدم اولی هست برای اعتراض کردن، برای خلاص شدن از شهر جمهوری اسلامی. برای صحبت میکنم، بازم بیاین صحبت کنین، صداتون رو به گوش میلیون ها نفر برسونین، این مهمه. نمیدونم خامنه ای پوزش به چیه، نمیدونم، فقط من پیش موندم. برمه شما آرزوتون چیه به عنوان یک زن، یک دختر؟ آرزوتون چیه؟ جامعه آینده چطوری باید باشه؟ آینده ما باید مثل آمریکا باشه. نه بگم مثلا درباره دختر یا پسر، درباره مثلا زندگیشون. الان من به خدا خونهای آمریکایی با اصلا توی ما رو میبینم، به خدا اصلا آرزوشون تو دلم میمونه. آمریکا هم برای خیلی ها بهشتی نیست، برای مردم کارگر و زحمت کش، ولی به هر حال شما مسکن میخواین، شما خونه میخواین، شما میخواین آزاد باشین، شما میخواین مدرسه بتونین برین، میخواین دانشگاه بتونین برین، اینا رو میخواین دیگه، درسته؟ آرزیم برن دانشگاه، به خاطر خواهرام نمیرم. بله تشکر میکنم. ممنونم که اومدی عزیزم روی خط. به خانوادت هم سلام برسون، بازم بیا صحبت کن، این صداها مهمه که پخش بشه و به گوش همه برسه. بله برای این مهمه که صدای اعتراض شما دختران جوان، زنا، مردا که حقوق انسانیتون رو میخواین مثل آدم تو اون جامعه زندگی کنین رو بیاین اینجا بیان کنین. این میکروفون برای شماست، این حزب برای همین ساخته شده که از بگه که آدمایی تو اون جامعه وجود دارن، انسانن، حق دارن مثل انسان زندگی کنن، حق دارن خونه داشته باشن، حق دارن به تحصیل بتونن داشته باشن، حق دارن بتونن دانشگاه برن، حق دارن درمان رایگان داشته باشن، کسی که بیکار میشه بیمه بیکاری مکفی داشته باشه که بتونه زندگیشو تامین بکنه. ولی صحبت من با شما خانم عزیز و همه شمایی که تو این وضعیت قرار دارین این هست که ببینید ما میتونیم تو ایران جامعه‌ای بسازیم که الگو باشه حتی برای کارگر آمریکایی و برای انسان آمریکایی. این جامعه ثروت داره به اندازه کافی که بتونن همه مردم مسکن خوبی داشته باشن.
مسافرت برن، تفریح کنن، تحصیل کنن و همه اینا. ما میتونیم اینو داشته باشیم. همونقدر که از دزدی های اینا تا حالا رو شده، چند قلمش؟ یک قلمش ثروت هست که در اختیار همین خود خامنه ای، یک قلمش 95 میلیارد یورو هست، یعنی یه چیز حدود 120 میلیارد یورو. اگر حساب کنین اینو با حقوق، فرض کنین 1 میلیون 2 میلیون در ماه برای یک انسان، میلیون ها نفر رو میشه با همین پول، با همین درآمد زندگیشون رو تأمین کرد به خوبی. میشه زندگی میلیون، نمیدونم، خود پسر خامنه‌ای، تبسی، کاشانی، رفسنجانی، اون یکی و نه فقط این آخوندا، یک عالمه عمل اکره داره این جمهوری اسلامی که دارن میدزدن. ولی اگر حرکت و اعتراض، صدا، همین صداهای اعتراض به هم بپیونده. دوستان عزیز از اول اومدن گفتن، دوست عزیزی گفتن ما باید دست به دست هم بدیم. شما دختر خانم جوانی که اومدین و نمیتونین چجوری اعتراض کنین، درد دلتون رو گرفته از زندگی پدرتون، خواهرتون، همه خانوادتون، همه تون باید تلاش کنین به صف آزادی خواهی، به صف همین حزبی بپیوندین که میخواد جامعه رو ببره جای دیگه، از این دوره جهنم خلاصش کنین. و اگر فکر کنین، اگه خودتون تو این صف ببینین، هزار کار میتونین بکنین که ما یه سال دیگه، 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی نداشته باشیم و مردم همه بخندن، همه خوشحال باشن، همه مرفه باشن، آزاد باشن، تحقیر و توهین نباشه، تن فروشی نباشه، اعتیاد نباشه. و همین بحثی که من میگم، چرا ما میگیم که چرا، چطوری میشه از شر جمهوری اسلامی خلاص شد؟ بحث بر سر این نیست که خونه های آمریکای خوبه یا خونه های فلان جای دیگه. تو خود آمریکا و تو خود اروپا هم یک کسایی مثل ما، مثل شما جنگیدن، یک سری حقوق تحمیل کردن، یک سری حقوق هم تحمیل نکردن. تو آمریکا هم الان اگه کسی بیکار بشه ممکنه بی خانمان بشه، ولی تو خیلی کشورهای اروپایی اینطوری نیست. چرا؟ اینطور نیست که دولت‌های اونجا خیلی دست و دلباز بودن و پول دادن و برای مردم خونه ساختن. بحث بر سر اینه که عده جنگیدن یک سری تاریخ داره، فاکت وجود داره، از اول قرن گذشته سوسیالیستا، کمونیستا، کارگرا، فعالین، انسان دوستا هی اعتراض کردن، خواستاشون رو مطرح کردن و کوتاه نیومدن، انتظاراتشون رو نذاشتن که دولت ها پایین بیارن و قدم به قدم خواستاشون رو پیاده کردن. یه جایی هم انقلاب کردن، مبارزه کردن، یه حکومتی رو به زیر کشیدن و تونستن قانون، از قانون انتخابات آزادی احزاب بگیرین تا بیمه بیکاری، همش به زور جنگ و مبارزه کارگر و زحمتکش و مردم انسان دوست پیاده شده. بنابراین راه ما هم همین هست، راه ما همین هست. قطع شد متاسفانه که این صداها به هم بپیونده. و همین که کسی میاد اینجا، الو درود به شما، بفرمایید، کانال جدید هست، بفرمایید صحبت کن. صداتون قطع شد متاسفانه دوست، از تلفنتون قطع شد، بازم زنگ بزنید. متاسفم بعضی وقتا اینطور میشه. و درود به شما، بفرمایید، شما روی خطین، صحبت کنید. الو سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. میخوام درباره این شهر جمهوری اسلامی خواهش میکنم، بفرمایید نظر شما چیه؟ نظر ما خیلی همه خوبه، این نظری که این چگونه از شهر رو بسید با یعنی از شهر ریکاری و چیه اینا خلاص دولتی که در نمیخوره و ایتیرا بله. شما چرا فکر میکنین دولت به درد نمیخوره؟ بیکاری ما شما بیکار هستین، زندگیتون، شما درآمدتون از کجا میارین؟ چجوری کار زندگیتون تامین میکنین؟ ما کارگر. خب یعنی مثلا گاهگاه یه کاری گیر میارین، بعد چند روز کار دارین، چند روز کار ندارین، اینطوریه؟ نه بله.
فکر میکنین که اگر کسی بیکار میشه چه حقوقی باید داشته باشه؟ کسی بیکار باشه باید حداقل بیمه بیکاری باشه، باید دولت درسته کرمون باشه. بله، فکر میکنین بیمه بیکاری الان بخوام بدن چقدر باید باشه بیمه بیکاری؟ الان با تورمی که هسته، تورم هسته ایران باید یک میلیون دو میلیون بدن، از اخر ما متعلیم بله. شما بچه هم دارین؟ کودکی دارین؟ کودکی دارم بله، حدودا مدرسه میره که باید چهار میشه. برای مدرسه باید پول بدین؟ مدرسه بله میگیرن، بسرم میگن میخوان چی بسازیم، دیوار مدرسه بسازیم، چه خونه بسازیم، چیزا شهریه چی؟ شهریه هم باید بدین؟ شهریه هم بره، شهریه هم میگیرم، شهریه سه دخل میگم سر را کن بری تا برم تا سرکام کنیم. بله، به هر حال خوب کردین اومدین دوست عزیز، جای شما همین جاست پای این تلویزیون، و این تلویزیون برای کسایی مثل شماست که بیکار هستین، کار میکنین، زحمت کشین و انسان شریفی هستین و مطمئن باشین دست تو دست هم با همدیگه میتونیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشین. اگه صحبتی دیگه هم دارین بفرمایید. نه دیگه همین هست. بله، اینا صداهای کیفرخواست مردمی هست که تو اون جامعه وجود دارن و اینا هشداری هست به جنایتکاران و حاکمین اسلامی که بدونن که این جامعه داره از اعتراض میجوشه. و در این حال صحبت من با شما مردمی که میان اینجا و میگین ما تنها هستیم یا مردم ترسو هستن اینه که این صداها، این اعتراضات که وجود داره و میلیونیه و یک جایی مثل یک فوران، مثل یک آتش فشان بیرون میزنه و مطمئن ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم. درود به شما، بفرمایین. کاظم نیکخواه هستم، صحبت کنین. سلام به شما دوست عزیز. سلام. سلام به شما، بفرمایین نظر شما چیه؟ حال شما خوبه؟ خوبه. تشکر میکنم، بفرمایین شما نظرتون چیه؟ بله، صداتون داره پخش میشه، تا همینجا هم پخش شد، نظر شما چیه؟ آقا ما نظرمون اینه که واقعا فقر و بدبختی و دشواری کل ایران رو گرفته. الان یه اجاره خانه در ایران به خدا که من رسیده. ما باید چی کار بکنیم؟ نه تحصیلات داریم، نه میتونیم بریم خوراکی درست برا تو خونمون بخریم. آرزو ما نداریم الان توی گرما توی این چیز یه دونه میوه بخوریم به بچه هامون بدیم. او حاجه ها زاده های اونا که تو دولت هستن نشستن قشنگ پا رو پا بهترین چیز با ظرفایی نمیدونن نقره طلا بهترین میوه خوراکی جلوشون میاد. آرزو ما به دل چی باید دومنه؟ ما مسکن نمیخوایم، ما خونه نمیخوایم، چی میدونم ماشین نمیخوایم، امکانات نمیخوایم. دقیقا الان نگاه کنی آقا، ما باید چه تعلیف ما چیه؟ خدا بدونه اینقدر از دست ایران و از دست این رؤسا ما دل ما خون هست و خدا میدونه. بس من مادر خودم سرطان گرفت از بخاطر که پول نداشتیم، از بیپولی بانه رو از دست دادم. متاسفم، بسیار متاسفم. چون اول مادر من مریضی بدخیم خوشخیم بود، بعد بدخیم رسید بخاطر بیپولی رسید. بانک میریم به ما وام بدیم چی بدیم؟ یه شرایط ها زیرو پامو میذارن که نمیتونیم حداقل خودمون رو مداوا بکنیم. بله، میتونم بپرسم شما از کجا زنگ میزنین؟ من از ایران زنگ میزنم. بله، بچه هاتون مدرسه میرن؟ بله، بچه ها مدرسه هستن. فرض کن بعضی موقع خدا بدون پول کرایه مدرسه هم ندارن، چه همه راه باید پیادهی برن مدرسه بیان توی گرمای که ما نشستیم و هستیم. بله، خوب کرد، بسیار کار خوبی کردین اومدین روی خط صحبت کردین. این تریبون در اختیار شماست. بله، بازم بیاین صحبت کنین. اینا این صداهاست که به مردم روحیه میده، این صداهاست که هر کسی که تو خونش نشسته میشنوه و میگه من تنها نیستم، میلیون ها نفر مثل من درد دارن و با همدیگه میتونیم
از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. همونطور که گفتم این صداها یه جایی به هم میپیونده، مثل آتش فشانی کل جمهوری اسلامی رو ریشه‌کن میکنه. این خانم نکته بسیار جالبی گفتن که من بعدم برمیگردم بهش. گفتن ما خونه نمیخوایم، ما مسکن نمیخوایم، ما مسافرت نمیخوایم، ماشین نمیخوایم. درود به شما، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید نظر شما چیه؟ آقا من الان 10 سال من بیکارم، 2 تا بچه دارم. حتی پول من ندارم که اینجا به بچه من مدرسه بروشم. بس من چیکار کنم؟ بدم دنبالی گرزو؟ واقعا من چیکار کنم؟ من دورگم بدم نیستم، اگر بدم دنبالی گرزو نیستم، یک کارم من رو میگیرم میکشم. من بس همه سال من میشه خیلی زیاده، تنها من نیستم تو ایران. خیلی هستم بیکار. صداتون قطع شد متاسفانه، ولی به هر حال تا همینجا روشن بود که من میخواستم سوالی از شما بکنم که آیا واقعا فکر میکنیم میتونیم ما از شر جمهوری اسلامی خلاص بشین؟ شمایی که هم شما دختر خانمی که اومدین، خانمی که اومدین گفتین بیکار هستین، بیان بگین که آیا میتونیم. ما فکر میکنیم میشه از شر جمهوری اسلامی خلاص شد. درود به شما، بفرمایین کانال جدید شما رو. بله بفرمایین. بفرمایید دوست عزیز، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. شما خیلی ملاقاتین همیشه. بله، از مزدورای جمهوری اسلامی بود و واقعا هم شرم داره که کسی این صداهای دردناک رو بشنوه و بیاد چرندیات بگه. و اینا دیگه یعنی ابتدایی ترین ذره ای از انسانیت تو تنشون نمونده، یعنی جنسشون از جنس خود خامنه ای و خمینی و همه جک و جونورای جمهوری اسلامی است. درود به شما، بفرمایید. کاظم نیکخواه هستم، نظر شما چه؟ سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم. ببخشید من از ایران زنگ زدم که 3 سال نامزدم نمیتونم معرفی کنم. بله بله، شما مشاغل هستین، بیکارین؟ بیکارم، کارگرم. بله، یعنی چه؟ یعنی کارگر بیکار هستین؟ یعنی چطوری زندگیتون الان تامین میکنین به همیشه؟ بعض روزی میگیم یه روز چی کار میکنیم 20 تومن در میاریم و خرد خونم رو میتونیم تا اون بگیرونیم که 20 تومن هم جایی نمیرسه عملا. بله بله، نه فعلا که نمیرسه. شما چند سالتونه؟ من تقریبا 3 تا خواهر، 2 تا برادر. بله، منظورم بود چند سالتونه. ولی به هر حال ببینید، ما فکر میکنیم میشه از شر جمهوری اسلامی خلاص شد. شما به عنوان یک کارگر، به عنوان یک بیکار فکر میکنید میشه از شر جمهوری اسلامی ما مردم خلاص بشیم؟ بله. فکر میکنید چی کار باید کرد؟ بله، صداتون قطع شد. بله، صداهای بسیاری. یکی از مسائل مهم اون جامعه بیکاریه که الان میبینیم الان چندین نفر به عنوان بیکار مون. الو، درود به شما دوست عزیز، بفرمایید نظر شما چی؟ تشکر میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید. آقای میخا، من دوست با زنگ زنم بکنم برده سوم زنگ زنم. همین آقای زنگ زد، من بهش بگم خود رو میدونید. دوست با زنگ گفتم بعد من توهین کردن میاد. این که اسم شما رو گفت اینطوری، خودش لیاقت همین، اگه جرأت داره زنگ بزنه بگو من سلام جان، خب برم بدونم چیکارش کنم. ببین الان ما جوانا بدبخت شدیم. الان من خودم نونشتبم به زود جواب میده. پیشترم با خانم اسم شده شهلا دانشور، همین جوونا چه میشده؟ با خدا قسم، با خدا قسم اصله به دست بگیری جمهوری اسلامی هیچ تا جمهوری هم نمیده جواب ما بده. چه میشده؟ حالا خواهرم زنگ زده گفته خودم میرم کار میکنم. واقعا من شرمنده و خواهر زنگ زده خودم میرم کار میکنم. ما جوونه چه میشده؟ بله اون خواهر زنگ زده من پول ندارم کرای ماشین به سرمون بدم برم از تو گرما. واقعا ما چه میشده؟
انگل جامعه میاد زنگ میزنه، مادر قبه خودتی زنگ میزنی. شما فوش ندین لطفا. خواهش میکنم. بله ادامه بدین. اون چه میدونه ما چی میکشیم؟ بله اینطوری فوش نمیده. اینا جوابش با فوش بدم. اینا مزدورای جمهوری اسلامی هستند، نگران نباشین حرفتون رو بزنین. اینا از هر صد تا فوش براشون بدتره که شما بیان و اعتراض کنین و فریاد بزنین و حقتون رو بخواین. من با این جوابونه اگه میشتدا من رو میشتوان همه بیا متحد بشیم، هر حزبی هستیم خط میشون واسه هم نکشیم تا جمهوری اسلامی که اسلامی نیست. اگر اسلامی اینطوری نمی کرد اسلامی رو بیاری پایی. بله تشکر میکنم ازتون. ممنونم. بله امیدوارم اتاق فرمانم کنترل داشته باشین که از این بعضن مزدورای جمهوری اسلامی میان صداشون پخش، یعنی فوشاشون پخش نشه. بعد ایشون گفتن که ما چمون شده که خواهری میاد صحبت میکنه میگه من باید کار کنم. من صحبت میکنم حالا در این رابطه. الو تلفنتون یک کمی جا به جا بشین. الو یک کمی جا به جا بشین. یک کمی جا به جا بشین. بله یک کمی جا به جا بشین. بله آقای نیکا صدای من خوبه؟ تلفنتون یه ایرادی داره، بوق میزنه از کامپیوتری. نه خوب نیست. یه بار دیگه زنگ بزنید. باشه باشه. متاسفانه صداتون مشکل داشت تلفنتون. یکم درود به شما، بفرمایید نظر شما چیه؟ سلام آقای نیکا. سلام به شما، حالتون چطوره؟ سلام، خسته نباشید. سلام، من سلام دارم خدمت شما. خواهش میکنم بفرمایید. پیغام دارم با آقای صادق لاهیجانی. این روز صدای آمریکا برگشته، میفرمایید که زندانیان ما بهترین مکان زندگی میکنن. زندانهای ما بهترین مکان، نمیدونم کارشون خوب، امکاناتشون خوب. من میخوام بگم آقای لاهیجانی به خاطر اینکه سیدی، من نمیخوام با پرخوشتره با شما صحبت کنم. آقای رازان شما یا خبر نداری؟ تا تو زندان ها نمیذاری؟ بازرسی نمی کنی؟ مامورایتون رو نمی شناسی؟ مامورایی که یک کارت تلفون 2000 تومن بیرونه اونو می برن 10000 تومن به زندان می فروشن. هر موقع خودشون که دشون می خواهد اجازه می دن زندانی ها با بیرون تماس داشته باشن، همون دیرشون نخواد اون درار میبنده نمیذاره زندان بره تلفون کنه با خانوادهش. از اون بابت هم باکی میگیرن از زندانیا. آقای راهیزانه حرف ما را باور بکنی، یه خودی به ملت هم ارزش قائل بکنی. این مامورا آخ از دست این مامورا. آقای راهیزانه این ماموراییتون اطلاعات مامورا از زندان میاره بیرون. بدبخت دانه کجا امکانات داره که اطلاعات بیاره بیرون؟ اونجون گرفتن زندان اوی، زندانیان قتل عام کردن، زدن، تنشون رو تمام زخم زیره کردن. اون آقای خسروه کتک زدن، بعد از 10 روزم اعدام کردن. آقای رایزان مگه شما سیدیت نیستید؟ مگه شما اولاد پیغمبر نیستید؟ آقای رایزان مگه رحم تو دلتون نزدید؟ اون بدبخت ورداشتن و از کتاچ کد بعد از 10 روزن اعدامش کردن. بقیه رم پخش پرد کردن این ود اون ود گودم توی بند افراسی میداشتن. بله بله متاسفانه زندانه نیستم اما اطلاع دارم. الان که ماه رمضانه اینا قضا ندارم بخونم چه زندان اونجا باشه، اون میگه باشه، دردس باشه، دستم باشه، یک باشه، زندانه هم گرستگی میکشم. ماه رمضانه خوب یکی مریضه، دیابت داره، آتروس داره، نمیتونه روزه بگیره.
شب میاره یه آشخار بهشون میده، این میمونا میسیشون میخورن، میسیشی میگم در فعلا نهار بدارم قارمکی بخورن. آقای لاجان اینا رو شما نمیدونین؟ بس آقای لاجان از من قبول بکنین، به خدا و روحی بعد از این که رژیم شاهنشاه سرنگون شد، ما همه شدیم طرفدار اسلام، شدیم یعنی قاطی شدیم، دفتش گفتیم با امام خمینی. بعد تشکر میکنم از طوریم بدبختی بدبختی لط میکشه این مظلومان، صدای این مظلومان نمیشنویم. بعد این چی این همه زور، این همه اعدام ها، این همه بدبخت سر مردم ها بودن، شما یعنی خبر ندارین یا خبر ندارین؟ تشکر میکنم از تون، از نکات بسیار خوبی که بله بله اینجوری که نمیمونه. الان صحبت میکنم سر آقای رهبر، آقای خامنه‌ای، اینایی که دور سم شده هم که دارن گرد شیرینی، مگه حضرت علی دست حضرت محمد برای این نهوران کمک نمی کرد؟ مگه حضرت علی برادرش ازش کمک خواستش؟ عقلی کل بود بعدش از همون دیدون آتش گوزش توی چقی دست عقل عقل گو بادر آدت سوختم. این چی بود گذاشتی دستم؟ گفت تو از من کمک میخوایی، این آتش این دونه سوختی، من چی جو آتش اون دونه نخوزم؟ این آتش رو گذاشتن؟ ممنونم از تون. دوستان دیگری روی خط هستن. بله متاسفم دوستان دیگری روی خط بودن، ولی نکاتتون روشنه، من الان توضیح میدم. امیدوارم اگه فرصتی بشه من در مورد زندانیان که این خانم به درستی توضیح دادن و که چه وضعیتی هست بگم. اولین مسئله این است که در مورد بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی و شاهرخ زمانی، اینا کارگرایی هستن که زندانی هستن و زیر بیشترین فشارها قرار داشتن توی این مدت. بعدا حتما امیدوارم فرصتی بشه صحبت کنم در مورد این کارگران زندانی و صدای این کارگران رو باید به گوش همه برسونیم. و درود به شما، بفرمایید، شما روی خط هستین. تشکر میکنم، بفرمایید. خسته نباشید. من تشکر کنم از برنامه خوبتون، برنامه مفیدتون، برنامه کارآمدتون. خواهش میکنم. خواستم بگم شما خیلی زحمت میکشین بابت این روشنگری که واسه خیلی کثیری از مردم ایران این کار رو انجام میدین و ذهنها رو باز میکنین. خواهش میکنم. و روشنفکری و آگاه سازی میکنین واسه جوانان مردم این کشور. خواهش میکنم. و نکته رو من میخواد اول میخواستم تشکر کنم از دوست عزیزی که نفر قبلی با شما تماس گرفته بودن و من میخوام که فقط و فقط من میخوام یه واقعیتی رو بگم. من یه جوونم، من یه جوون این مملکتم، من دارم تو این مرزوبون زندگی میکنم، من میخوام یه واقعیتی رو بگم که شما رو رنج میده و مردم رو خیلی رنج میده. آقای نیکا، من این دوستم از ته دل با وجود گوش کنی. آقای نیکا، بله حتما. آقای نیکا عزیز، دوست عزیز من، من میخوام یه میدونم واسه تون شاید سخت باشه، خیلی دشوار باشه شنیدن آقای نیکا. داشتم اینو میگفتم در مورد بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی، بعدم بیشتر باز توضیح میدم. درود به شما، بفرمایید. درود به شما آقای نیکا، اجازه دارم 3-4 دقیقه تحمل من کرده و بینندگانتون پشت خط بمونم. با کمال معذرت، متن از نظرات مردمی در ارتباط با که باید کد ریشه‌ای و خلاصی از این حکومت ارائه بدم. یه ازتون خواهش میکنم اگه بتونین برای اینکه من قطعتون نکنم 2 دقیقه صحبت کنین و سعی کنین که حرفتون رو بزنین. دوست نتیجه بعدم ارائه بدم. بگم گزارش از فقر پیدا در جامعه و راه حل مقطعی، چرا که بچه های فقر صبر ندارن و تا عبور از دیکتاتوری بلاهایی از دزدان غارتگر نان میخواهند. همدرد، چگونه
نظارتگر آشکارانهایی اگر انسان نباشی؟ آیا در مترو التماس‌های دستورشان و در مولوی خاوران خراسان جوانهای معتاد آمدرست خوابیده ای؟ در میدان ولیعصر بچه های کار خوابیده روی دفتر مشقشان را چطور؟ در دور بعدی رد نشو، خوب نگاه کن، اینها نمونه هزاران درد پنهان است. اینها انسانن، باور کن، از گوشت و پوست مثل ما. چگونه بی تفاوت رد می شوی از التماس دختر کلیه فروش؟ درد به انتها رسیده، بیدار شو، انسان شو، همانی که برای فرزندت نمی خواهی برای اون مخواه. همین شروع حرکت و انسان دوستی توست. خاوران خوابیدگان فدایی بهترین های دانشگاه ها بودن و می توانستن بمانن و سروری کنن، ولی در انسان دوستی فرمش با آبرو شدن. راه حل مقطعی، بچه ای که سب ندارد و من می خواهد، راه حلش من و تو این هم در دست فروشان را، بچه های کار خیابانی را سپورت کن، صدقه ندهیم او گدانیست. بعد ادامه شو میخوام راه حل نهایی بگم در دو دقیقه میتونم ادامه بدم؟ بله کوتاه بگین. بله چون نکات قشنگی رو گفتین و مهمی رو من بذار. راه حل نهایی، با زخم کهنه برخورد نشود عفونی شده و میشود. مشکل چیست که سالها در جا زده ایم؟ مرز و بوم و دین و نژاد و خاک، 2500 سال شاهنشاهی و 1400 سال دینداری، ظالمان حاکم و مظلومان محکوم، از اون پس لقب و کشدار نداشته. و چنان که این سوال ها زیر سوال بره من، توهین به اسلام و فرهنگ پادشاهی است. شاهد آن دیوارهای گریه به جامانده و بردگان هدیه بردوش تخت جمشید و سازندگان مساجد، آیا اندیشده اید این بناها با خون دلیت کسانی ساخته شدن؟ لابد شاهان و شیخان استعداد دیگی همان استعداد فردیست، هر دو محکومن. قضلت از دیچی پروار کردن دیگریست. در مدارس امروز ایران چرای دانش آموز خطرساز و توهین به خالق می شود. مخلوق نباید و از جواب و از جانب شاهنشاهی ها هم فرهنگ نباید زیر سوال برود. توهین به خاک و بوم است. هر دو برادر تنیان همش ما عالی بودیم هستیم ولی خالی. در ادامه یک دقیقه اگر ممکنه دوستان دیگر هم روی خطن. بله این عزت مردمه. حکومت اسلامی فرزند خلط پهلوی ها نسبت به پرورش دندش آنقدر در سفاکی پیشه گرفت که سفاکی هایی که میبایست حتی سوراخ پیخا شده باشند به تردلی به سبکردگی ملکی مادر با فیلهای دلی زندگی اشرافی و ماهواره های از درمانی تا شجره و منطق. اگه خواهش میکنم که بقیه شو بذارین برای فرصت دیگه و بر طول بردیش میکنم. عبرتی برای خامنه‌ای، نشاخ نشیخ آقایی اجازه به تمام یک کلمه دیگه، نشاخ نشیخ مقصر اصل قدرت آگاهی مردمی و کمکاری روشن فکرانه که برای صندوق رأی باید مردم رو روشن کنم یک به یک. اگر این کار رو بکنیم ادامه داره میخواییم بعدا تماس بگیریم. تشکر میکنم ازتون، نکات بسیار خوبی رو نوشته بودین و بیان کردین. در واقع حرف دل میلیون ها همین مردمی که میان از بیکاری، از فقر، از سرکوب، از زندان مینالن رو تا یک بیانیه، تا یک کیفرخواست بیان کردن و امیدوارم که فرصت های دیگری بیشتر بتونیم تو صحبت کنیم. من متاسفانه یا خوشبختانه تلفن زیاد هست. درود به شما، بفرمایین شما روی خط هستین، نظر شما چیه؟ الو درود به شما، بفرمایین. صدای تلویزیون صدای تلویزیونتون لطفا کم کنین، صحبت کنین. صداتون خوب قطع شد. داشتم در مورد بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی صحبت میکردم. بهنام ابراهیم زاده کارگر هست، مدافع حقوق کارگران، که به 5 سال زندان محکوم شده و الان وزیر فشارهای شدیدی قرار داره و فرزند 15 سالش سرطان داره، سرطان خون داره و نیاز داره به اینکه پدرش کنارش باشه. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام این کارگر رو به خاطر اینکه از حقوق کودکان، از همین کودکان کار
دفاع کرده، به خاطر اینکه از انسانیت دفاع کرده، به خاطر اینکه از حق زندگی دفاع کرده، محکوم کرده به زندان و نه فقط زندان، مدام توی زندان هم هی مدام شکنجه و حمله و تعرض و سلول انداختن اینها. از همه شما که صدای ما رو میشنوین میخوام که صدای بهنام ابراهیم زاده و فرزندش نیما ابراهیم زاده رو به گوش همه برسونین و فشار بیاریم رو جمهوری اسلامی که اونها رو آزاد کنه. همینطور رضا شهابی کارگری است که الان مدت هاست در اعتصاب غذا به سر میبره، توضیح میدم بیشتر. درود به شما، بفرمایید. کاظم نیکخوا هستم، شما روی خط هستین، صحبت کنید. الو. بله بفرمایید. سلام، بخاطر رو خط صحبت کنید. بله صدای تلویزیونتون رو کم کنین لطفا، صحبت کنید. بله بفرمایید. صدای تلویزیونتون کم کنید. صدای تلویزیونتون زیاده لطفا. بله بفرمایید، صحبت کنید. متاسفانه خیلی معطل کردین، وقت تلف میشه. یه بار دیگه میتونید زنگ بزنین، اول صدای تلویزیونتون کم کنین، منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشین. اینا رو ما بارها و بارها تکرار کردیم و بعد شروع کنین صحبت کردن و بیاین حرف بزنین، کیفرخواستتون رو بگین، اعتراضتون رو بگین، وضعیت خودتون رو بگین، مشقاتتون رو بگین و خواستاتون رو بگین. من سوالی که دارم از همه شمایی که میاین از بیکاری، از فقر، از گرانی، از همه این فشارها مینالید اینه که آیا فکر میکنین میشه از شر جمهوری اسلامی خلاص شد؟ جواب ما این هست که میشه. میشه ما میلیون ها نفری که این همه اعتراض داریم به هم بپیوندیم و این حکومت رو، این حکومت اقلیت مفتخور چپاولگر رو از شرش خلاص بشیم. همین امروز بس بر سر این نیست که یه مرتبه شما تو خونتون نشستید تنهایی دست بزنین انقلاب کنین یا قیام کنین و مبارزه مسلحانه کنین. همین امروز با خواستامون باید بیایم بیرون. شمایی که بیکارین باید بیان که یا کار یا بیمه بیکاری، شمایی که دستمزدتون پایینه باید بگین افزایش دستمزد، شمایی که بچه‌تون تو زندانه باید بگین که با همدست به همه خانواده‌های زندانیان باید بگین شرایط زندانیان باید انسانی باشه و در این حال خواهان آزادی زندانیان بشین. موجی از خواست حق طلبی باید تو جامعه شکل بگیره. همین الان اعتراض هست، اعتصاب هست، پرستارا اعتصاب میکنن، نمیدونم کارگران پتروشیمی تبریز اعتصاب میکنن، کارگران بافق دست به اعتصاب و اعتراض میزنن و خواستاشون رو تحمیل میکنن به کارفرما و جمهوری اسلامی. کارگر بیکار هم میتونه خواستاشو تحمیل کنه به شرط اینکه ما بگیم میخوایم یه کاری بکنیم، نشینیم تو خونه دست رو دست هم بذاریم قصه بخوریم. و اجازه بدین. درود به شما، بفرمایید. کاظم نیکخوا هستم، شما روی خط هستین، صحبت کنید. آقای نیکا، سلام. درود به شما، بفرمایید. بله بفرمایید. آقای نیکا، الان میتونم روی خط نیستم، شما زنده پخش نمی‌کنید. چرا؟ زنده داره پخش میشه. من از شما توضیح دادم که صدا با تأخیر پخش میشه، اگه سوال داریم بفرمایید. میخواستم ببینم اگه مثلا ایران بعد جمهوری اسلامی بعد، یه سوال میکنم، قطع نکنید. میخوام این نوجه همه خواننده هایی که دو خارج هستن بغل گوش شما چرا همش دارن از ایران میخونن؟ چرا میگن ما میخوام برگردیم ایران؟ اینا دلیلی داره؟ بله میخوان از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشن برگردن ایران. مردم دوست دارن و برن جایی که دوستانشون هستن، آشناهایشون هستن، نمیدونم خاطره ای دارن، خیلی اینجوری دوست دارن. ولی چرا نمیتونن برن؟ شما به این جواب بدین. چرا یه خواننده نمیتونه برگرده تو ایران؟ چرا یک نویسنده نمیتونه برگرده؟ چرا میلیون ها نفر ایرانو ترک میکنن؟ اونایی که میتونن و میلیون ها نفر دوست دارن ایرانو ترک بکنن. برای اینکه نمیخوان زیر حکومت جمهوری اسلامی زندگی کنن. اینو متوجه نشدین هنوز؟ اونو نگفتن که الان میخوایم از شهر جمهوری راحت بشیم. همه چی فقط میخونن ما میخوایم بریم ایران، ما بخوایم اگه ایران بده میدوننم از شهر این اسلام نمیتونن خلاص بشن، پس چرا میخوام بیان ایران؟ گفتم شما تو جواب من نده. من گفتم چرا 5-6 میلیون از ایران فرار کردن، اینو بگین. چرا همه اونایی که تو خارج هستن میگن که ما میخوایم تو ایران؟ من نمیخوام زیاد صحبت کنم، فقط شما این کلاس
نمیدونم اسم ایشون رو چی بذارم. به هر حال بله، چرا این خواننده‌ها میخوان برگردن ایران؟ هر کسی دوست داره بره تو ایران. ایران کشور قشنگیه، مردم با فرهنگی داره، مردم انسان دوستی داره، یه حکومت کثیف داره، یه حکومت منفور و منحوس داره که میلیون‌ها نفر مجبور شدن ایران ترک بکنن و میلیون‌ها نفر هم دوست دارن که از شر این حکومت خلاص بشه. به هر حال اینا دیگه پادوهای جمهوری اسلامی هستند که آخر سر هم دیدین که شروع کرد چرندیات گفتن. به هر حال دوستان عزیز، داشتم از بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی میگفتم که رضا شهابی درود به شما، بفرمایید شما روی خط این صحبت کنید. الو. الو، سلام به شما، بفرمایید. آقای ایچخا شما این؟ بله بله، در خدمتتونم. یک اگر دست کنی آقای ایچخا برگوتتون میکنم، تاکید کنم بذارم حرفم بزنم. شما کوتاه صحبت. اونجا شما میفرمایید که چیکار کنه؟ ملت ایران، تمام ایران میترسن بزنم بیرون. و این اعضابی که خارج از ایران این خواننده هایی که اونجا دارن پول چاپ میکنن، اونا چرا نمیرن بریزن چرا سفارت خونه های ایران توی خارج اشکار بکنن؟ اونا چرا هیچ کار نمیرن؟ ازتون خواهش میکنم که ببینید ممنونم هستم. تشکر میکنم از تو. بله. که میخواد بیاد اونجا حرف بزنه، داره حرف میزنه، داره کار میگه. شما دو چرا دارید قطعه چکل برادر عزیز من؟ بله. من الان به این وصله به خارجی هم میگم، ایرانی های خارج از کشور میشستم منتظر شدم به بیان ایران، اونم بدن سفارت خونه ها رو اشکال کنن، چرا سفارت خونه ها پایستن به علیه جمهوری اسلامه؟ این که نمیشه محصول این که پنبه زدن تو گوششون، محصول این که حتی این هر تقیبی شده این همه که ایده من بیرزن میان میدادن پنبه زدن تو گوششون نمیشوندن. تشکر میکنم از تو، ممنونم از تو. همه تیر زبان و بچه و تیر من همه بریزیم بیرون. نه چه باید ببنیم؟ ببینیم به آقای ایچخا قطع نکن و قطع میکنم. ببینید اجازه بدین. ببینید من نمیخوام، ببینید من میخوام، نمیخوام قطعتون کنم. اجازه بدین من چند کلمه باهاتون حرف بزنم. بذارید من چند کلمه باهاتون حرف بزنم. ببین دوستان، ببینید من مجبورم قطع کنم دیگه. شما دوبار اومدین، من خیلی براتون احترام قائلم، حرفاتون خیلی خوبه، ولی دوستان زیادی هستن. تا حالا تو همین جا تو یک ساعت نشده حدودا 30 نفر زنگ زدن. خب اگر من بخوام به هر نفری میخواستم 10 دقیقه وقت بدم، 5 نفر وقت میتونستن زنگ بزنن. بنابراین من ازتون عذر میخوام و حرفاتون بسیار خوبه، ازتون تشکر میکنم که میان روی خط صحبت میکنین و این حرفا رو میزنین، ولی اجازه بدین که دوستان دیگه هم فرصت داشته باشن حرف بزنن. از دست ما عصبانی نشین. 2 ساعت برنامه لایو هست و این تو این 2 ساعت معمولا 150 نفر زنگ میزنن، 30-40 نفر میتونن بیان روی خط و هر کدوم 2 دقیقه بیشتر فرصت نمیشه حرف بزنن. ما باید توضیح بدیم، بعضی چیزا رو باید جواب بدیم و بالاخره این طوریه. به همون خانمی که شما اعتراض دارین من چرا قطعشون کردم، 5 دقیقه من فرصت دادم و نکات بسیار خوبی رو گفتن
و به شما هم حدوداً 7 دقیقه من فرصت دادم، 8 دقیقه فرصت دادم صحبتتون کردین و عذر میخوام ازتون. به هر حال باید اینا رو در نظر بگیرید. بله بله. جایی که شما همش صحبت بکنید اگه امکان داره براتون دو تا دکتر روانشناس که بتونه ایرانی رو قانع کنه. اما من که دارم تخمین زدم من تو جامعه زیاد است. 85% از ملت شاید بیشتر معتاد شده. معتادی وقتی کسی معتاد شد دیگه رمق نداره. هی میگه فردا 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 هم درست میشه. مشکلات و مردم ایران زیاد دارن. معتادی باعث شده که مردم دیگر رمق نداشته باشن، حال نداشته باشن، هیچ یعنی ملت ندی روشو نباید حساب کنه. فقط باید بتونید دو تا دکتر. الو. بله بله دارم صحبتتون گوش میکنم. میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید ریشه این همه مسائل روانی اعتیاد اینا چی است؟ دولت باعثه. دولت نمیخواه مردم رو روش کنن. مثل زمان اعلیحضرت محمد رضا پهلوی نیستن که چند تا معتاد تو گمرک تهران باشه. یعنی بایی که ما طریقاتی رو زمان داشتیم چهار تا معتاد نداشتیم در هر منطقه. الان روستا هم که بری 85% بلد معتاد شدن. تمام دولت جمهوری اسلامی رو مقصر میدونه. من زمانی خلخالی رو آورد رو کار یه سری افراد اعدام کردن بی خود و رفت. نه ترستن چهار تا معتاد نه در یه آسانشگاه جمع کنن برای شو سخنرانی کنن خودشون دارن مواد مخدر و خودشون دارن تفکری داشته باشن از نظر علم که بابا این معتادی بیچارگی و بدبختی خانمان سوزیه بتونن مردم قانع کنن صحبت بکنن. آقا وضعیتی شده من خودم به عنوان یک ایرانی با تهرانی اصفهانی شیرازی تمام مردم ایران سر کار دارم ولی دولت جمهوری اسلامی مقصر کار میدونه. تشکر میکنم ازتون، ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف کردین. بله مسائل زیادی داره مطرح میشه و دوست تلفنم زیاد هست و من فرصت نمیکنم توضیح بدم. سر اعتیاد یه نکته، یکی از مسائل حاد اون جامعه است و خیلی از خانواده هاست مسئله شون این است که بچه شون، دخترشون، پسرشون معتاد میشه و بعضا طرد میکنن معتادین رو از خانواده و همین وضعیت رو بدتر میکنه. ما باید بدونیم که معتادا قربانیان جمهوری اسلامی هن، همینطور که همین دوست عزیزمون گفتن. تو زمان شاه معتاد زیاد بود ولی تو جمهوری اسلامی 1000 بار بیشتره یا برخلاف چندین بار بیشتره و ما باید بدونیم اونایی که معتاد میشن خودشون قربانی این حکومتن. حکومتی که اولا سرانش قاچاقچیان. احمدی نژاد گفت که برادران قاچاقچی، منظورش گفت اطلاع و پاسدارا رو گفت، خطاب کرد برادران قاچاقچی. خود احمدی نژاد میدونه که دور برش چه خبره. سران جمهوری اسلامی میدونن که خودشون با دارن قاچاق، حتی تو زندان ها مواد مخدر وارد میکنن و پول میگیرن. و نه فقط این، جوونی که چشمشو باز میکنه مدرسه درستاوی نمیتونه بره، جلو چشمش سر کوچه میبینه دارن آدم ها رو اعدام میکنن، توهین و تحقیر میبینه از جانب پاسدار و بسیجی و پادوهای جمهوری اسلامی یا یه آخوند احمق، تبعیض علیه زنا رو میبینه و فقر رو میبینه، بدبختی رو میبینه، میفته اسیر دام قاچاقچیا میشه. و ما باید اینو بدونیم و سعی کنیم جوونا رو تشویق کنیم که به جای اینکه خودشون رو نابود کنن تبدیل تلاش کنن جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به صف مبارزه بپیوندن مثل هزاران و میلیون ها نفر که دارن مبارزه میکنن و این راهشه. به هر حال در این رابطه با امیدوارم باز بیشتر صحبت کنیم. درود به شما، بفرمایید شما روی خط هستین صحبت کن. الو. الو درود به شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید، حال شما. تشکر میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. شما که میگین مثلا جمهوری اسلامی مثلا چگونه از شهرش خلاص بشیم. بله. شما که میگین مثلا اینا که مواد میکشن، تا کسی که نخواد بزنه مثلا مواد اونا که بزنه نمیان مواد فرو بکنن به اینا، بگن آقا مواد بکشید یا چی کنید یا فلان. بله. بعد من نمیدونم مردم خودش مواد میکشن این دادن تاثیر جمهوری اسلامی هر کاری میکنن این دادن تاثیر جمهوری. بله اگر ببینید شما بذارین یه سوال جواب بدین. ما الان حدوداً خود جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون جوان بیکار داریم.
اون جوونی که تازه میخواد زندگی رو شروع کنه، ازدواج نمیتونه بکنه، زندگیشو نمیتونه داشته، خونه نمیتونه داشته باشه، خب یه تعدادشون هم مجبور به اعتیاد دچار میشن، یه مش قاچاقچی هم خود پاسدارا هستن که دارن مواد مخدر وارد میکنن، یه دم غیر پاسدارن. شما اینو متوجه هستین یا نه؟ شما متوجه هستین؟ بله. این جوانایی که مواد میکشن مقصر جمهوری اسلامی نیست، مقصر خودشونه. یکی هم میگه من مواد هار میکنم، یکی میگه مثلا من با چی هار میکنم. بله. توضیح میدم. به هر حال ممنونم. خودشون دارن با مواد هار میکنن. من خودم هم برم مثلا من سریال میکشم. اما وقتی من دارم مثلا دارم سریال کار میکنم، چیکار به جمهوری اسلامی داره؟ الان توضیح میدم. بله تشکر میکنم. گفتم و فکر میکنم همه میدونن یه جامعه جهنمی ساختین، آدم ها مثل آدم نمیتونن زندگی کنن، یه عده زیادی اکثریت مردم به مبارزه میپیوندن، یه عده وازده میشن، میشن معتاد، یه عده قاچاقچی هستن دارن تو مدارس دارن مواد مخدر میفروشن. سرمنشهش کجاست؟ همون برادران قاچاقچی که احمدی نژاد خودتون گفت. حالا یه عده دیگه هم قاچاقچی هستن، ولی بحث بر سر اینه اگر جوونی تحصیل داشته باشه، رفاه داشته باشه، نمیدونم زندگی انسانی داشته باشه، چرا بره شروع کنه خودش رو نابود کردن، بیفته کنار خیابون؟ این کار نمی کنه. من گفتم معتادین قربانیان جمهوری اسلامی هن و من احترام برشون قائلم و ما باید سعی کنیم که اینا رو نجات بدیم. باید بهشون بگیم که شما میتونین به صفی بپیوندین که میخواد این جهنم رو تموم کنه. جوونی که آینده نمیبینه برای خودش، دختر یا پسر، و بعد میفته اسیر یه مش آدم خار و کثافتی میشه که مواد مخدر میفروشن، بعضی اسیرش میشه. گفتم تو مدارس دارن مواد مخدر میفروشن، شیشه و نمیدونم فلان بهمان اینا. موقعی که اینجوریه، اینا مسببش کیه؟ مسببش همین جمهوری اسلامی است و بس، هیچ که دیگه مقصر نیست. یه نظام کثیف، فقر، بیکاری. دختری اومده زنگ زده میگه من مدرسه‌مو ترک کردم به خاطر اینکه پدرم بیکار شده و پول نداریم و 6 تا خواهرم دارم و مجبورم برم کار کنم. چرا ممکنه 4 نفرم معتاد بشن موقعی؟ درود به شما. بفرمایید. الو. بفرمایید. خوبی؟ بله سلام به شما. بفرمایید. آقای نیکا. بله بفرمایید. خواستم جواب شما. نمیدونید چرا؟ میدونید چرا مردم مختار میشن؟ گفتی چرا؟ چرا؟ این آقا میگه چرا؟ نگاه کن ما داخل ایران، خب این آقا میگه خود دولت مختارمون نمی کنه، بازور مختار نمی کنه. درست میگه، ما رو بازور نمیکشن، ولی این یک نوع سیاسته. سیاستشون نگاه کن، بخوای بری بیرون خب مواد نکشی. کجا میخوای بری؟ باز دخترت میخوای بری بیرون، مفاسد میگیره که پدر تو در میاره. میخوای با موتور بری بیرون، موتور 250,000 ممنوعه. میخوای با موتور بری بیرون، هوندا رو میگیرن. خب کاباره نیست، سر خیابون بهیستی، مجنون به سرقت میگیرنه. خب تمام اینا رو خب مجبور، کجا مجبور میشی؟ میری داخل شیر خونه میشینی میکشی، همین راهشه. بعد تشکر میکنم ازتون. فکر میکنین چیکار باید کرد؟ فکر آقا ببخشید بنده عصبیشون هستم. آقا جواب اینا رو میخواستم بدن که میگفت که به جمهوری اسلامی شرفی داره اعتیاد. بله میخواستم بگم که ایران رتبه بندی شد تو افسردگی بعد از اتفاق دومه. یعنی ما وقتی افسرده ایم، وقتی که مواد مخدر هم سرک میتونشه، خب همه دارن وارد میکنن، چرا تو کشورهای دیگه نیست؟ غیر از این که مسئولان نمیذارن مواد بیاد اونجا. دقیقا از طریق رژیم داره. یه دلیلش هم ببینید، یه دلیلش هم همون که خود برادرتون گفتن، افسردگی. اینکه یه جوانی زندگی معمولی نمیتونه داشته باشه، خیلی هاشون، حال نه همه، یه اقلیتی هم شروع میکنن خودشون رو نابود کردن با اعتیاد. اینطوری نیست؟ شاهد ما هیچ شادی نداریم، هیچ شادی نداریم، همه افسردگی. یعنی وقتی طرف بیکاره، یکی شما گفتید بیکاریه،
خیلی از بیکاری و خیلی چیزهای دیگه هست. بله بله. ما رتبه دوم جهانیم تو افسردگی. خب ما اصلا نمیخندیم. اگه بری بیاد تو خیابون اصلا مردم نمیخندن. عبوسن. همه حالشون گرفته. بله. چرا بگید به من زیاده نیست هیچ کاری بکنی. هیچ تفریحی نیست. تو خوش میری پارک. دیگه چیکار؟ اونجا هم نمیتونی با دوست دختر بیاریم. مجبور آدم بشه تو خونه پیش زن و بچه هم بردستی. اون موقع اونجا هم میکشن. خب اینو خواستم بگم اشتباه میکنه آقایی که قبلا زنگ زد خیلی اشتباه میکنه. خب بله. به وسیله خود مسئولات اونا خودشون باشن اگه بخوان میتونن برنامه ریزی بکنن. خب این قد تریاک و شیشه و کاراک و حشیش و خیلی چیزا الان وارد شده متاسفانه. مشروب یکی شونه من الان کاش که الان مشروب می‌خوردم. من مدام شما همین الان جهت اطلاعتون گوشی داشته باشین، یک دو روز پیش خبر می‌خوندم که 400 تا مرکز از این به اصطلاح NGO های مبارزه با مواد مخدر و جمهوری اسلامی بسته، یعنی تعطیل کرده. یعنی اونا داشتن مبارزه می‌کردن جوان‌ها رو تشویق کنن اعتیاد رو ترک کنن، رفته تعطیل کرده. چرا؟ بله. تشکر میکنم ازتون، ممنونم که اومدین و نکات بسیار خوبی رو که گفتیم، نکات بسیار خوبی دارن میگن. افسردگی که هزار درد بی درمون تو اون جامعه وجود داره که آدم ها افسرده میشن و راهش اعتیاد نیست، معلومه که نیست. ما باید مهم اینه که ما جوانا رو، اونایی که معتاد میشن رو قربانی ببینیم، براشون شخص توهین نکنیم، تحقیرشون نکنیم و سعی کنیم بکشونیمشون بیرون از این منجلو. درود به شما. بفرمایید. کاظم نیکخواه هستم، شما روی خط هستین. درود بر شما. اینی خواهش میکنم. خسته نباشید. ممنونم. بفرمایید. من زندانی سن 64 بوریده رفتم به لحن تصادفی رفتم بکنم تو زندان بوریده. بله. 26 روزم زندانی بودم. بار آخوندش درگیر شدم که می اومد اونجا، با رئیس دادگاه اینجا من یک رفتم درگیر شدم، بود آقا چرا مواد مخدر وارد زندان میشه. واقعا تو زمان جنگ هم بود، تو بس جنگ هم بود، گفتم یه دونه بسیجی کافی هم بزنید، ولی فکر مملکت اینجا نیست، فقط اومد اونو چپاول کنم برن. خود سنجانی خودش مواد مخدر تریاک مصرف میکنن، وقتی که سخنرانی میکرد فقط آیه نرتناکم کوسر بنای بود کرد. من موقع نیده دفت بدبخت میرونم، تمام اموال مملکت هم چپاولش دست رفزنجانی بودم نابود کردم. اینا هم اگر خدا بخواد، خدایی که ما نمیدون شما هم خبار خدا رو قبول داره زیاده، ولی اگر خدا بخواد بالاخره مو رو از ماس میکشه، اینا به روزش میفتن زمین، یعنی تقاس بدتر شدن، تقاسی همه جوان که دارن نابود میشه. حالا خدا رو که خدا رو که نمیدونیم چی میخواد، ولی شما چی میخواین؟ یعنی فکر میکنین که ما خودمون نباید نمیتونیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم؟ با هم همکاری کنید. مثلا شما همه بشید یک کانال با هم همکاری کنید، با کانال های مثلا رسانه های ایران آریایی، اینا با هم همکاری کنید. با هم اینجوری طریقه رسانه نیست، والا به خدا اجازه باشه فکر نمی کنم پسرش رو هم بخواد بشه شاهی، بخواد ایران نجات بدید. بله. اگه با هم همکاری بکنید. تشکر میکنم اصلا. نه خواهش میکنم، نکات خوبی رو بر من لطف کردین اومدین لرستان مزاحمت ما میشه. بله لطف کردین به دوستان در لرستان هم سلام برسونین، امیدوارم که دست در دست هم بدیم. فقط ما جمهوری اسلامی تمام عزیز جان، تمام از لرستان و کردستان از این جمعونا استفاده میکنن برای سرکوب. شما به جمعونا بگید بابا در خودتون رو به دست خودتون نابود بکنید. بله. یعنی از خودتون میدونن ناشه خودتون فکر کنید در آینده بسیدی اینا برای نابودی جهان اومده، برای نابودی ایران اومده، به خود در رم بکنید. خدا نگه داری. تشکر میکنم از تون. بله میگن که درود به شما. بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کن. تشکر میکنم. میگم آیا میکا الان آقایی که الان این حرفا میزنه میگه یکی میخواه از دوست دخترش بره بیرون، مثلا یکی میره وقتی مثلا جلوش رو میگیرن و فلان، همه چی ما بس همه چیزی که به هیچ چیدار نمیدیم. مثلا یکی با دوست دختر یعنی چه چیزی که تو زیاده مثلا توی مملکت این چیداره، اما
آدم هایی که داره میگه مثلا آقا مواد مثلا اینا خودشون وارد میکنن، مگر انگلیس نبود شیشه رو وارد ایران کرد؟ مگر انگلیسی ها نبودن که مثلا شیشه رو وردن به خاطر چی؟ به خاطر که جوانه رو باید دست کنن. اگه خیلی ها نبودن جلوی شیشه رو گرفتن. حالا شما نگاه نکنی به کسایی که داره این مرزن، شاید یه چند تاشون مثلا آدم هایی باشن که مثلا این مواد وارد کنن، اما شما از کجا مطمئنی که اون بالایا دستورشو میدن؟ بذاری من بهتون بگم موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی میگه که پاسدارا رو میگه میگه رفت. خب دیگه چرا رفت؟ هر که رئیس جمهور شما مطمئنید؟ آره مثلا شما الان مثلا داخل اونجا تو مملکتی که دارید مثلا اشغال میکنید، مثلا شما به این جوان ها میگید آقا اینطوری فلان، این جوان ها میرن تظاهرات میکنن، این جوان ها میرن چی میکنن، ایلا میگیرن شما مثلا یا تو زندان ها میدازن یا کتکشو میزنن یا یه بلایی سارشو میارن، این شما خبر که نهارید. شما مثلا ایلا رو بچو میگید این کار رو بکنید، اینا مثلا دو میرن این کار رو میکنن. شما بعضی خارجی هایی که مثلا اون مواد وارد ایران میکنن، مثلا افغانستان چیکار به ایران داره؟ افغانستان مثلا میگه مرزای دیگه با کول و پشتی برمیدارن میارن اونجا میارن وارد ایران میکنن. مامور که نمیان مثلا اون کول پشتی رد کنه بگه آقا بیا برو داخل. من خیلی بارا دیدم مثلا خودم با مواد گیر افتادم، منو بردن زندان. اگر مثلا خوششون میومد مثلا یکی مواد بکشه یا مثلا سیاستشون بود، منو وارد زندان میکردن برای یه مواد کوچولو. تشکر میکنم ازتون. بله شما رو زندان میکنند و اینکه شما رو زندان کردن طبیعیه. خب الان صدها هزار نفر به عنوان قاچاقچی، به عنوان معتاد زندان کردن، ولی سرانشون رو زندان نمیکنند. بعدم احمدی نژاد موقعی که میگه پاسدارا قاچاقچیان خبر داره، وگرنه به نفعش نبود که این حرفو بزنه. چرا باید رئیس جمهور جمهوری اسلامی بگه پاسدارا دارن قاچاقچیگری میکنن؟ و هزار کار دیگه، دزدی هایتونه بگین. فقط هم این نیست که دولت قاچاق چیه، دولت زندگی مردم رو تباه کرده، جوان میفته به اعتیاد. اینو میفهمین یا نه؟ این نکته اصلی اینجاست. درود به شما، بفرمایید. الو شما، بعد شما روی خطین دوست عزیز، صحبت کنیم، بفرمایید. سلام آقای نیکا. سلام به شما، مخلصیم، بفرمایید. درود بر جمهوری اسلامی، درود بر خامنه ای. بله هم از به اصطلاح پایبوسان جمهوری اسلامی بودن، خامنه ای بودن. بله واقعا رو میخواد که کسی بیاد از تو این دوره، تو این جامعه ای که 90% مردم دارن فحش میدن به جمهوری اسلامی، بیاد بگه جمهوری اسلامی مقصر نیست. قاچاقچی هست یا نیست که خودتون دارین میگین هستین، ولی اگر جمهوری اسلامی قاچاقچی هم نباشه، مقصره، عامل اصلی اعتیاده. موقعی که کارگر رو به خاطر اینکه از حقوق کودک دفاع میکنه میندازینش زندان، مثل بهنام ابراهیم زاده یا مثل شاهرخ زمانی یا مثل رضا شهابی، خب معلومه که یه عده وازده میشن و ممکنه دست به نابودی خودشون بزنن. بعدم بیشتر صحبت میکنم، موضوع بسیار مهمی. درود به شما، بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کن. شب بخیر آقای نیکا. آقای نیکا، آقای لاریجانی، علی لاریجانی که رئیس مجلس فعلا، ایشون سپاهی هست یا نیست؟ بله ادامه بدین، خودتون جواب بدین. زنده باشید. ایشون و برادرش جواد صادق چیز لاریجانی که رئیس قوه قضایی است، ایشون تمام زمین‌های اطراف ورامین که نزدیک تهرانه و بهترین زمیناش و 70 کیلومتری قم، انقدر اینا اطراف اونجا زمین خریدن که نمیدونن با این زمینا چی کار باید بکنن. بعدم این رانت 650 میلیون یورویی یا دلاری که چند وقت پیش همه جا دنیا فهمید که داستانش چیه، اینو کی انجام داد؟ این آقایی که میاد دفاع میکنه از پاسداران، این بند خدا هم اگه میگه یه روز معتاد بوده گرفتنش، خب یه قربانی همین پاسداراست. وقتی میان پاسدارا 600 میلیون دلار در یکی از شهرهای ماکائو در چین در قسمت‌های فاحش خونش سرمایه‌داری می‌کنن، سرمایه‌گذاری می‌کنن، میرن در فاحش خونه‌های تایلند سرمایه‌گذاری می‌کنن، 400 میلیون دلار
آهای مردم باور کنین ما رمزونه، ببینین این پولی رو که باید خرج شما بکنن توی فاحشه‌خونه های ماکائو و بعضی از فاحشه‌خونه های بانکوک در تایلند اینا دارن اینا انجام میدن. و از همه اینا بدتر که من شرمم میاد اینا رو بگم، این دخترانی که از ایران صادر میشدن دبی، کی دنبال اینا بود؟ کی اینا رو صادر میکرد دبی؟ کی بانی این کارا بود؟ مگه غیر از این پاسدارا؟ مگه نمیدونستن دخترای ایرانی دارن میرن دبی اونجا خیلی عضو میخوام تن فروشی میکنن؟ پاسدارا لجنترین جونورای روی کره زمینن و هر کی از اونا دفاع میکنه یا دانسته مدرسه اشتباه میکنه، کار غلطی میکنه، داره ضد مردم شنا میکنه، به مردم از یه جهت دیگه داره شنا میکنه، این قشنگ داره ضد مردم شنا میکنه. دقیقا. مردم میگن مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی، مرگ بر آخوند گردن کلفت سرمایه دار، مرگ بر اینایی که تمام سرمایه های این قاچاقچی هایی که گانگستر هایی که ثروت مردم رو دارن میبرن غارت میکنن و مردم رو گرسنه نگه داشتن و هر روز ماشین اعدام شده رو انداختن، ایشون از این جهت دیگه شنا میکنه، قشنگ ضد اون جهتی که مردم دارن حرکت میکنن. دوست عزیز وقتی میای اینجا از سپاه دفاع میکنی، من یک خبر رو بهت بدم، تمام موادی که در بعضی از شهرهای اروپایی و آمریکای جنوبی و خود آمریکا که داره الان مواد مخدر توزیع میشه به واسطه سپاه خود و اون هم با کمک هایی که حسن نصرالله و حزب الله در لبنان. تشکر میکنم یک کمی کوتاه صحبت کنیم که به بقیه هم یک جمله، فقط همین جمله، این جمله رو من بگم تموم میکنم. آقای حسن نصرالله مأمور تقسیم مواد مخدر در اروپا و آمریکا، آمریکای جنوبی مثل آرژانتین، برزیل و شهرهای دیگه، حتی ونزوئلا، دارن اونجا مواد مخدر میفرستن. اینم بهتون بگم، خیلی ممنون، خدا حافظ. تشکر میکنم از نکات بسیار خوبی که گفتین و نکته جالبی گفتن. گفتن کسی که میاد تو جمهوری از جمهوری اسلامی دفاع میکنه داره خلاف جریان شنا میکنه، اکثریت مردم دارن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، یکی اومده از این حکومت دفاع میکنه. اینا کیان؟ فکر نمیکنم الان از میون مردم یک نفر پیدا بشه که از این حکومت دفاع کنه، نه از اسلامش، نه از سیاستش، نه از هیچ چیزش. اینا کسایی هستن که حتما نون میخورن از قبل جمهوری اسلامی، مطمئن باشین. اینا من هیچ تردیدی ندارم که امروز کسی که کارگر باشه، کسی که پرستار باشه، معلم باشه، دانشجو باشه، چه میدونم کارمند باشه، از این حکومت دفاع نمیکنه. زن و مرد همه متنفرن از این حکومت. درود به شما، بفرمایید اواخر برنامه است، لطفا کوتاه صحبت کنین، نظر شما چیه؟ سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. من می‌خواستم این استفاده بکنم که چگونه از شر نکبت جمهوری اسلامی خلاص شدن. این یه سوال بسیار خوبیه، مردم رو توی به اصطلاح به چالش می‌گیریم برای این بحث‌ها اینا. باید سوالا به این شکل بشه، ولی ما می‌گیم مثلا اعتراض برای فقر و گرانی خوب یا حتی بدی نیست، ولی این چیز کلی عمومیه. شما این صحبت رو باید در میون بذارید، مثلا توی ماه رمضان شما یه صحبتایی باید بکنید برای علیه حجاب، چگونه دختران و زنان و دختران ایرانی در ماه رمضان، تو همین ماه رمضان یا قبل از اون باید شروع میکردن، میامدن مثلا جمعه رو پنجشنبه گروه یا اینا میامدن یا روزای دیگه بیان توی میدانها جمع بشن، اینا رو باید سوال بکنی از مردم، کارهای عملی مشخص کمونیست کارگری به عنوانی که به رهبری دو کشور در دسترس درست هدایت بکنه، سوالهای عملی بکنه، از اینا سوالهای اجرایی انجام بکنه و خودش با کادرش هم وارد عمل میشه. قبل از اون پخش اعلامیه ها و پخش تراکت ها جزء عوامل هستیه. یکی از عوامل دیگه ای هم که وجود داره و میتونه خیلی موثر باشه، تظاهرات موضعی 100 نفره 1000 100 نفره 50 نفره میتونه موضعی رو پخش اعلامیه تا ما بتونیم یک اعتراض سراسری که تداوم داشته باشه، مستدام بیابند مدام، نه گیرایش میشه کور باشه دوباره داعش و همسان داعش رو سوار بشن چیز باشه. من منظورم که این کار ما باید انجام بدیم به طور عملی مشخص، باید اینه به طور روزمره انجام بدیم تو پارک ها، هفت گرماست مردم پارک زیاد میرن، برای این انجام بدیم. منظورم اینه که تشکر میکنم سراسری تداوم ببخشیم و
و این نیاز داره به شروع تدارکات برای تدارکات. از این سوالا، از این شکل مثل برنامه امروز بیشتر حتما حتما تشکر میکنم. خود مردم بیشتر. خیلی ممنون. تشکر میکنم ازتون، لطف کردین. بله حتما این کار میکنیم. خیلی وقتا برنامه‌مون سوال هست و بحثای خوبی هم تا اینجا مطرح شده بود. کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه مونده. من البته فرصتی نکردم حرفی بزنم. صحبتی شد در مورد این که درود به شما، بفرمایین. فکر کنم شما بیننده تشکر میکنم. بله بله بفرمایین، کوتاه صحبت کنین، آخرای برنامه است. ببخشید شرمنده، من خیلی وقت دارم زنگ میزنم جواب نمیدید. خواهش میکنم. انسان و ربات در سیستم رژیم جمهوری اسلامی با تصمیم و حکومت اسلامی و و و و انسان ها را چه بخواهند چه نخواهند به صورت رباتیک در آوردند، در حالی که ناتوان از شارژ آنها هستند، در حالی که انسان ها آزاد هستند، اما در این سیستم باید بر پایه این سیستم باشد. مثلا محرم با شبکه های مختلف، رادیو، تلویزیون، دسته های سینه‌زنی، عزاداری، مسجد و کوه کرنا کردن، عزاداری را تحمیل بر انسان ها چه دینی باشند چه نباشند. بله تشکر. اگر اجازه هست بگم یا نه؟ بله کوتاه بگین چون آخره برنامه است، منم چند کلمه بتونم بگم. باشه اینو میذارم تا فردا شب چون یکم طولانیه. میبخشین. خواهش میکنم. امری نداری؟ قربان شد، لطف کردین، میبخشین. الان دیگه آخره برنامه است که دو نکته من اشکال ندارم چون یه مطلبیه باید بخونمش. بله بله نوشتیمش. خواهش میکنم. لطفا دوستان میبخشین، نکاتی هست که باید صحبت کنم. یک تلفن دیگه تلفن لطفا نگیرین از اتاق فرمان. بفرمایید شما روی خطین، کوتاه آخرای برنامه هست صحبت کنیم. سلام آقای نیکا، آریانم از تهران خدمت شما بینندگان. سلام به شما. سلام به شما، درود به شما. بفرمایید. اولا مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی و مرگ بر جمهوری اسلامی، کثیف اسلامی ایران. در جواب این مزدور جمهوری اسلامی، کاتلیس جمهوری اسلامی، میخوام بگم جمهوری اسلامی به وسیله همین اسلام کثیفش که مردم احمق بار میاره و حکومت میکنه، به وسیله همین اعتیادش هم دوتا هدف داره. یکی که اقتصادش استفاده میکنه سود میبره، یکی که جوانا رو به این وسیله کاری میکنه که دنبال سیاست نباشه، خودش حکومت کثیف و جنایتکاری و فرضش رو تحمیل کنه. جز این هدفی دیگه نداره و باعث و بانی این اعتیاد 99% جمهوری اسلامیه. بعد جهت سرنگونی جمهوری اسلامی، فقط متحد شدن مردم حال یه برنامه خاصی، اونم برنامه حزب کمونیست کارگری، تا آینده روشنی داشته باشیم جمهوری اسلامی رو بندازیم و مسلح شدن مردم به نظر بهترین راهی که جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین و از شرش خلاص بشیم. از این که این وقتی که به من داریم ممنونم آقای میخواهم باشه. تشکر میکنم، ممنونم از شما که اومدین روی خط. دوستان عزیز دیگه تلفن نمیگیریم و تلفن بله فکر کنم 5 دقیقه مونده، میگن 2 دقیقه. من میخوام یکم چونه بزنم، یکم بذارین صحبت کنم. بله نکات زیادی مطرح شد، متاسفانه من نمیرسم به همش بپردازم، ولی برمیگردم به موضوع اصلی بحث. اولین بذاریم من یک بار دیگه تاکید کنم، داشتم در مورد بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، رضا شهابی صحبت میکنم. رضا شهابی الان در وضعیت بسیار جسمی بسیار وخیمی قرار داره، کارگر شرکت واحد هست، سندیکای شرکت واحد و سالهاست تو زندانه و ابتدایی ترین امکانات درمانی در اختیارش قرار داده نمیشه و الان جونش در خطر است، به خاطر اینکه فکر میکنم الان 39 روز هست که در اعتصاب غذاست، در اعتراض به اینکه امکانات درمانی در اختیارش قرار داده نمیشه و باید صدای رضا شهابی رو به همه برسونیم، اعتراض کنیم. همینطور بهنام ابراهیم زاده که فرزندش سرطان خون داره و مدام میبرنش سلول و زیر فشار هست و به هر حال
ما در این رابطه صحبت کردیم و باز هم بیشتر صحبت میکنیم. فقط باید بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، که انسانهایی به این شریفی و که از حقوق مردم، از حقوق کودکان، از حقوق کارگران دفاع میکنن رو تو زندان ها میندازه. از همه شما میخوام به هر شکلی که میتونین صدای بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانیش، رضا شهابی و کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی رو به گوش همه برسونید. سوال اصلی ما این بود که چطور میشه از شر جمهوری اسلامی خلاص شد. دوستان عزیز نکات زیادی رو گفتن که گفتم فرصتی نمیشه که من بهش بپردازم. سر مسئله اعتیاد صحبت شد که توضیحاتی دادیم، ولی به هر حال نکته اساسی برای اینکه از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، اولین نکته اینه که ببینیم که ما بسیاریم، ما میلیونی هستیم. خیلی از دوستان میان میگن که مردم نمیفهمن، متوجه نیستن، نمیدونم، نادانن و غیره. اینجوری نیست. همین 30-40 نفری که الان اومدن صحبت کردن، خود شما اگه دور و برتون نگاه کنین، هر کسی، انسانی که حرف دلش رو بتونه بزنه همین حرفا رو میزنه. اعتراض داره به اعتیاد، اعتراض داره به بیکاری، اعتراض داره به فقر، اعتراض داره به تبعیض، اعتراض داره به زندانی کردن کارگر و مردم انسان دوست و اعتراض داره به خیلی چیزا. موجی از ما باید ببینید، قیام و انقلاب یه مرتبه معمولا بلند نمیشه، یه زمینه‌هایی داره. امروز ما شاهد اعتراضات کارگری و اعتراضات بخش‌های مختلف مردم هستیم. تک تک شمایی که بیکار هستین، باید ببینین چطور میتونین از حقوق خودتون به عنوان بیکار دفاع کنین. چطور میتونین از کارگر اعتصابی بافق و پتروشیمی اصفهان و نمیدونم کارگرهای دیگه دفاع کنین. چطور میتونین از زندانیان سیاسی مثل بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی و شاهرخ زمانی دفاع کنین، به خانواده هاشون سر بزنین، دلجویی کنین، از مبارزاتشون و اعتراضاتشون حمایت کنین. میشه کارهای زیادی کرد. سر اعتیاد صحبت شد. من فراخوانم به همه جوانایی که معتاد شدن این هست که بیاین به صف. ببینید، ما میدونم که شما قربانی جمهوری اسلامی هستین و به خاطر فشارهایی که روتون اومده، به خاطر جامعه جهنمی که ساختن، شما رونده شدین به اینکه دست به نابودی خودتون بزنین. ولی سعی کنین از زندگیتون دفاع کنین، اعتیاد کنار بزنین و بیاین به صف مبارزه بپوندین که مطمئن باشین ما میتونیم. آینده نزدیکی جامعه ایران بدون جمهوری اسلامی خواهد بود. در آینده نزدیکی جامعه ایران آزاد خواهد شد. در آینده نزدیکی ما جامعه‌ای خواهیم داشت که تک تک آدم‌ها مرفهند، آزادند، زندگی دارن، نمیدونم، عشق آزاده، رفاه آزاده، خندیدن آزاده، شادی کردن آزاده و همه اینها که زندگی هست رو برمیگردونیم به جامعه. ما مردم به کمک شما، تک تک جوونا، ما به شما جوونا احتیاج داریم، تک تکتون. بنابراین احتیاج بزنین کنار، بیاین با پدران و مادرانتون به صف این مبارزه بپیوندین، از حقوق انسانیتون دفاع کنین و مطمئن باشین که میتونیم خیلی سریعتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. نابود کردن خودتون به نفع جمهوری اسلامیه، یا بالاخره جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. و ما متاسفانه وقت برنامه تموم شد و ممنونم از همه شما که اومدین، زنگ زدین، کیفرخواستتون رو گفتین و پوزش میخوام از شما خانومی که تلفنتون رو مجبور شدم قطع کنم چون طولانی صحبت شد. نکات همه شما مردم، حرفای زیادی داریم که بزنیم، ولی خب بذاریم تعداد بیشتری بیان حرف بزنن. میدونم که درد دلها زیاده، کیفرخواستها زیاده، اعتراض به زندانی کردن از کارگران، اعتراض به بیکاری، اعتراض به فقر، اعتراض به تبعیض، همه اینها دل همه ما مردم پره و این تریبونیه که در اختیار شماست. ولی خب متاسفانه 2 ساعت بیشتر الان نمیتونیم این کارو بکنیم و من مجبور میشم بعضی وقتا صحبتتون رو قطع کنم. ازتون عذر میخوام و بازم بیاین صحبت کنین، زنگ بزنین و حرفاتون بزنین. کاظم نیکا هستم از استودیو لندن به همراه همکارانم در اتاق فرمان، سیروان قادری و سیامک، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.